با سلام خدمت همه دوستان که در جلسه همراه ما هستن و همچنین عزیزان و دوستانی که از طریق رادیو و تلویزیون بشریت و همچنین یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی با ما همراه هستن. جلسه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ 13 آگوست ساعت 14 به وقت اروپای مرکزی در خدمت شما هستیم. در ابتدای جلسه سخنرانان و موضوع سخنرانیشون رو برای شما بازگو میکنم. سخنران اولمون جناب آقای حسن حمزه‌زاده با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در تیر ماه 1401 است. سخنران دوم سرکار خانم زهرا دعایی با موضوع کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ماده 3 و 4 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی است. در بخش بعدی سرکار خانم پریسا نیکونام نظامی با موضوع زندانیان منتظر اعدام. سخنران بعدمون جناب آقای رضا شایگان با بازخوانی یک نسل‌کشی. و سخنان آخرمون جناب آقای میلاد ترغیبی با موضوع ایل بلخانی و جمهوری اسلامی. در پایان هر بخش هم دوستان اگر نظری در مورد اون موضوع و سخنرانی دارن میتونن با دیگر دوستان به اشتراک بذارن. در پایان جلسه هم بحث آزاد داریم که طرفداران بسیار زیادی داره. دوستان میتونن در مورد فرهنگ و تمدن اقوام ایرانی قوم بلوچ بحث آزاد داشته باشن و اظهار نظر کنن. خواهش میکنم جناب آقای حمزه‌زاده اگر آماده هستن دستشون رو بالا بگیرن تا دوستان مایک رو در اختیارشون قرار بدن. بفرمایید جناب حمزه. با سلام و درود خدمت شما هستم. در پی عدم نظارت بر وجود ماموران نظامی پاسگاه ناین عمدن خودرو یک شهروند بلوچ را با سپر هدف قرار داده که منجر به جان باختن راننده آن شده است. هویت این شهروند بلوچ ساسان کاشانی معروف به محمد رودینی 23 ساله فرزند حفیظ الله اهل زاهدان و ساکن یزد عنوان شده است. نیروهای نظامی پاسگاه ناین پس از واژگونی خودرو شهروند بلوچ بدون توجه به وضعیت او از محل متواری شد. در پی عدم نظارت بر وجود حفاظ استاندارد و علائم هشدار یک کودک در روستای کولان از توابع شهرستان مریوان در استخر کشاورزی سقوط کرد. این کودک پس از چند روز بستری شدن در بیمارستان در سنندج جان خود را از دست داد. پیش از این نیز فقدان نظارت بر حوزه‌های کشاورزی باعث حوادث اینچنینی شده است. هویت این کودک آلان ولیپور حدود 2 ساله و اهل مریوان در استان کردستان است. یک کودک با هویت امیر حافظ غلامی فرزند سهیل اهل روستای محمد زهی بر اثر سقوط در گودال آب در روستای چوکات از توابع شهرستان چابهار جان باخت. همچنین در این حادثه به همراه این کودک بلوچ یک شهروند مرد 70 ساله غرق شده است. از هویت شهروند غرق شده تا این لحظه خبر و اطلاعی در دسترس نیست. رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان از کشف جسد 5 کودک 15 تا 18 ساله که 2 برادر به همراه 3 پسرعمویشان بود در حوضچه آب انبار روستای سیادک زاهدان خبر داد. هویت این 5 کودک حمزه فرزند الله نور، محمد فرزند حیات الله، حامد فرزند بهمن و شعیب و عبیدالله فرزند فقیر محمد عنوان شده است. این اخبار مغایرت دارد با موارد اعلامی جهانی حقوق بشر، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 12 عدم دخالت در احوالات شخصی و همچنین ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. قرار بازداشت 4 معلم بازداشت شده اهل دیواندره به نامهای امید شاه محمدی، ایوا قریشی، پرویز احسنی و کاوه محمدزاده توسط شعبه 2 بازپرسی دیواندره به مدت 10 روز دیگر تمدید شد. این 4 معلم طی 8 روز گذشته تنها 1 تماس کوتاه تلفنی با خانواده هایشان داشته و از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده های خود محروم بودند. نیروهای اداره اطلاعات به منزل این 5 نفر هجوم برده و ضمن بازداشت و ضرب و شتم آنها اقدام به تفتیش منازل و همچنین برخورد فیزیکی با همسر 2 نفر از آنها کردند.
در گزارش تکمیلی امید شاه محمدی، هیوا قریشی، پرویز احسنی و کاوه محمدزاده فعالین صنفی معلمان دیواندره علی‌رغم اتمام قرار بازداشت کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج در بازداشت و بلا تکلیفی به سر می‌برند. این شهروندان طی مدت زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده خود نیز محروم بودند. دو زندانی سیاسی کرد و اهل ماکو به نام‌های عثمان حاجیلو و مهدی ارسن که خبر بازداشت و صدور حکم حبس برای آنها تاکنون رسانه‌ای نشده بود، وی پس از سپری نمودن نیمی از دوران محکومیت خود با پابند الکتریکی از زندان مرکزی ماکو آزاد شدند. عثمان حاجیلو اهل روستای شورک واقع در منطقه بولان ماکو سال 1398 توسط نیروهای اداری اطلاعات ماکو بازداشت شده و بعدها توسط دادگاه انقلاب خوی به اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین مهدی ارسن اهل روستای زلکه از توابع ماکو سال 1399 توسط نیروهای امنیتی بازداشت و توسط دادگاه انقلاب خوی به اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم بعدها و پس از تسلیم به رأی قاضی به 3 سال و 9 ماه حبس تعزیری کاهش یافت. این اخبارها مغایرت دارد با موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 11 حق و اصل براءت، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات، ماده 22 حق امنیت اجتماعی مالی و فرهنگی. شماری از فعالین ترک آذربایجان توسط نهادهای امنیتی به صورت تلفنی به اداره پلیس امنیت شهرهای ارومیه و تبریز احضار شد. نهادهای امنیتی در طی تماس با آقایان میکائیل قلی‌پور، هوشنگ تقی‌زاده، عطا کریمی، امیر ابراهیم‌لو، علی عزیزی، بهزاد پاشازاده و میلاد مختاری در شهر ارومیه و آقای کریم اسماعیل‌زاده در شهر تبریز را به اداره پلیس امنیت شهر مربوط احضار کردند. تاکنون از دلایل احضار این شهروندان اطلاعاتی در دسترس نیست. مریم دریسی فعال مدنی اهل شهرستان کازرون به صورت تلفنی به اداره پلیس امنیت این شهر احضار شده است. پس از حضور در این محل به خانم دریسی اعلام شده که پرونده‌ای با اتهامات تبلیغ علیه نظام و نشر عکاسی برای وی گشوده شده است. او همچنین در خصوص فعالیت‌هایش مورد بازجویی قرار گرفت. مریم دریسی فعال مدنی و اهل شهرستان کازرون است. این اخبارها مغایرت داشت با موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی و همچنین ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی و همچنین ماده 18 حق آزادی عقیده. یونس قلی‌زاده فعال ترک آذربایجانی و جلال دهخانی شهروند ساکن تبریز، مسعود عباس‌زاده شهروند ساکن نقده و حمید اکبرزاده و رضا اکبرزاده شهروند ساکنان ارومیه توسط نیروهای امنیتی در شهرهای خود بازداشت و به مکانهای نامعلومی منتقل شدند. تا کنون از دلایل بازداشت اتهامات مطروح این شهروندان اطلاعاتی در دسترس نیست. یونس قلی‌زاده پیشتر نیز به واسطه فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. در گزارش تکمیلی یونس قلی‌زاده فعال ترک آذربایجانی و جلال دهخانی شهروندان بازداشتی از زندان تبریز آزاد شد. جلال کدیرلو، مصطفی دولتخواه، نادر امانی و ناصر حشمتی شهروندان ساکن میانداب 25 تیر توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکانهای نامعلومی منتقل شدند. بازداشت این افراد در یکی از خیابانهای شهرستان میانداب صورت گرفته است. تا کنون از دلایل بازداشت، اتهامات مطروح و محل نگهداری این شهروندان اطلاعاتی در دسترس نیست. ولی زهر آبی یکی دیگر از شهروندان ساکن میاندواب نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. یک شهروند اهل بوکان با هویت حسن علی نژاد توسط نیروهای اداره اطلاعات در تهران بازداشت و به یکی از بازداشت‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده است. تا زمان تنظیم این خبر اطلاعات دقیق از دلایل بازداشت و اتهامات وارد علیه وی در دسترس نیست. یک شهروند کرد به نام سبحان مولودی 32 ساله فرزند احمد اهل روستای تنگیسر از توابع سنندج پس از بازداشت از اقلیم کردستان در مرز باشماق مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی این شهروند را بازداشت و وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند. از سرنوشت آقای مولودی پس از بازداشت اطلاعاتی در دسترس نیست. تا لحظه انتشار این خبر از دلیل بازداشت و اتهامات مجروح علیه آقای مولودی اطلاعاتی در دسترس نیست. این خبرها مغایرت داشتن با موارد اعلامی جهانی حقوق بشر، ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی، ماده 25 حق خوراک مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه. یک شهروند بلوچ به اتهام عضویت در دسته‌ها یا گروه‌های در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور به یک سال حبس محکوم شد. هویت این شهروند بلوچ بهروز ایزدیراد فرزند محمد اهل شهرستان علی‌آباد استان گلستان عنوان شده است. این شهروند بلوچ در تاریخ 24 بهمن ماه 1400 با احضار به شعبه 7 دادسرای اوین و قبل از ورود به ساختمان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدت 1.5 ماه در زندان اوین در سلول‌های انفرادی بازداشت شده بود. خیرالله حقجویان شهروند یارسیان توسط دادگاه انقلاب شهرستان صحنه به 1 سال حبس محکوم شد. 11 ماه از این محکومیت به حالت تعلیق درآمده است. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خیرالله حقجویان در دادگاه انقلاب شهرستان صحنه برگزار شد. آقای حقجویان از بابت اتهامات توهین به مقامات و تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شد. و این اخبارها مغایرت داشتن با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 2 عدم تبعیض، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی و ماده 25 حق خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی. یک دختر اهل سقز که قربانی کودک همسری بود با هویت سروه کمالی 16 ساله خود را حلق‌آویز و به زندگی خود پایان داد. سروه کمالی ماه گذشته علی‌رغم میل باطنی خود و با اجبار پدر و مادرش ناچار به ازدواج شده بود. جسد سروه کمالی پزشک‌قانونی شهر سقز منتقل شده و تاکنون به خانواده‌اش تحویل داده نشده است. یک شهروند بلوچ به دلیل مشکلات معیشتی در شهرستان راسک خودکشی کرد. هویت این شهروند بلوچ رحیم تباسیده اهل روستای هوت آباد از توابع پیشین شهرستان راسک عنوان شده است. گفته می شود رحیم به دلیل وضعیت بحران معیشتی و عدم توانایی در پرداخت بدهی ها اقدام به خودکشی کرده است. یک پسر نوجوان 17 ساله با هویت آریان خانی فرزند ناموق خانی در سنندج از طریق مصرف قرص دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داده است. از دلایل و انگیزه خودکشی این نوجوان اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. یک شهروند در شهرستان کودشت به دلیل مشکلات معیشتی از طریق حلق‌آویز کردن خود خودکشی کرد. هویت وی مردان چراغی 55 ساله اهل شهرستان کودشت عنوان شده است. و این اخبارها مغایرت داشتن با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی و همچنین ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه. همونطور که میدونید گزارشات نقد و اخبار خیلی زیاده و اگه ما میخوایم همه رو بخونیم باید کل وقت رو به این اختصاص بدیم. من یه خلاصه از این گزارش رو به حضور ارائه دادم، امیدوارم که مورد قبول باشه. ممنون که این فرصت رو امدادید. هم باید کنم هم کنم. ممنون از جناب حمزه‌زاده عزیز با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر. متاسفانه همجور که فرمودن اینقدر زیاد است که از وقت این جلسه واقعا خارجه. دوستان اگه نقطه نظری در مورد گزارش و تحلیل جناب آقای حمزه‌زاده دارن میتونن با ما در میون بذارن. خب خدمت دوستان عزیز، سخنان بعدیمون سرکار خانم زهرا رهایی با کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ماده 34 و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران. خانم رهایی اگر آماده هستین با
بله دوستان مایکو در اختیارتون قرار بفرمایید. سلام و خسته نباشید خدمت همکاران عزیز. این کنوانسیون مصوب 21 دسامبر 1965 میلادی مطابق با 38344 شمسی می باشد. دول عاقد این قرارداد نظر به اینکه منشور ملل متحد مبتنی بر اصول حیثیت ذاتی و تساوی کلیه افراد انسانی و کلیه دول عضو ملل متحد متعهد شدند که منفردن و مشترکن با همکاری سازمان برای نیل به یکی از هدفهای ملل متحد یعنی توسعه و تشویق احترام جهانی و واقعی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب اقدام نمایند، نظر به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد که کلیه افراد انسانی به طور آزاد و یکسان از لحاظ حیثیت و حقوق متولد می‌شوند و باید بتوانند از کلیه حقوق و آزادی‌های مندرج در آن اعلامیه بدون تمایز به خصوص از حیثیت نژاد و رنگ و یا ملیت برخوردار شوند و نظر به اینکه کلیه افراد بشر در پیشگاه قانون برابر بوده و حق دارند علیه هر نوع تبعیض و هر نوع تحریک به تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند و نظر به اینکه ملل متحد استعمار و کلیه روش‌های تفکیک و تبعیضی را که به همراه دارد به هر شکل و در هر محلی که موجود باشد محکوم نموده و اعلامیه مورخ 14 دسامبر 1960 راجع به اعطای استقلال به کشورها و ملل مستعمره، قطعنامه 1514 دوره 15 مجمع عمومی لزوم ختم سری و بی قید و شرط استعمار را تایید و رسماً اعلام نموده، نظر به اینکه اعلامیه مورخ 20 نوامبر 1963 ملل متحد راجع به رفع هر نوع تبعیض نژادی رسماً لزوم رفع سریع کلیه اشکال و همه مظاهر تبعیضات نژادی را در سراسر گیتی و همچنین لزوم تأمین تفاهم و احترام به حیثیت شخص انسانی را مورد تایید قرار داده، با اطمینان به اینکه فرضیه سیادت و تفوق مبتنی بر اختلاف بین نژادها عملا مردود و اخلاقا محکوم و از نظر اجتماعی غیر عادلانه و خطرناک بوده و تبعیض نژادی نه از لحاظ نظری و نه از لحاظ عملی قابل توجیه نمی باشد، با تایید مجدد اینکه تبعیض بین افراد بشر به جهات مبتنی بر نژاد و رنگ و یا ریشه قومی صدی در برابر وجود روابط دوستانه و مسالمت آمیز در میان ملل بوده و امکان دارد صلح و امنیت بین الملل و همچنین همزیستی هماهنگ اشخاص را در داخل یک دولت مختل سازد، با اطمینان به اینکه وجود موانع نژادی با آرمان‌های جامعه بشری قابل جمع نیست، با احساس خطر از مظاهر تبعیض نژادی که هنوز در برخی از نواحی جهان مشهود است و نیز از سیاست‌های حکومتی مبتنی بر برتری یا تنفر نژادی از قبیل آپارتاید و تفکیک وجدانی مصمم به اتخاذ کلیه تدابیر لازم برای امحاء سریع کلیه اشکال و تمامی مظاهر تبعیض نژادی و مصمم به پیشگیری و مبارزه با فرضیه‌ها و رویه‌های نژادی به منظور تسهیل حسن تفاهم بین نژادها بر مبنای یک جامعه بین المللی که از قید کلیه اشکال تبعیض و تفکیک نژادی آزاد باشند، با تذکر مفاد قرارداد مربوط به رفع تبعیض در مورد شغل و حرفه مصوب سازمان بین المللی کار در سال 1958 و با توجه به قرارداد مربوط به مبارزه با تبعیض نژادی در زمینه تعلیم که از طرف سازمان فرهنگی و علمی و تربیتی ملل متحد یونسکو در سال 1960 به تصویب رسیده، با تمایل به اجرای اصول مقرر در اعلامیه ملل متحد راجع به رفع کلیه انواع تبعیضات نژادی و حصول اطمینان از اتخاذ سریع تدابیر عملی در این راه به شرح زیر موافقت نمودند. این کنوانسیون شامل 3 بخش و 25 ماده می شود
که امروز به بررسی ماده 3 و 4 آن می‌پردازیم. ماده 3 دول عاقد به خصوص تفکیک نژادی و اعمال روش‌های آپارتاید را تقوی و محکوم می‌کنند و متعهد می‌شوند که در کلیه اراضی که در قلمرو و صلاحیت قضایی آنهاست انجام این قبیل اعمال و روش‌ها را قدغن و ممنوع ساخته و آن را ریشه‌کن سازند. ماده 4 دول عاقد هر نوع تبلیغات و تشکیلاتی را که از افکار و نظریه‌های مبتنی بر توافق یک نژاد و یا گروهی از اشخاصی که رنگ و یا منشأ قومی معین دارند الهام بگیرد و یا هر نوع تنفر و تبعیض نژادی را توصیه یا تشویق کند تقبیح می‌نماید و متعهد می‌شوند که به منظور ریشه‌کن ساختن این چنین تحریکات یا تبعیضات و به طور کلی برای محو هر قسم تبعیض نژادی سریعاً تدابیر لازم را اتخاذ نمایند و در این راه اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز حقوقی را که در ماده 5 این قرارداد تصریح گردیده است مورد توجه قرار دهند. دول عاقد مخصوصاً متعهد می‌شوند که نشر هر نوع افکار مبتنی بر تفوق یا نفرت نژادی و تحریک به تبعیض نژادی و همچنین اعمال زور یا تحریک به زور علیه هر نژاد و یا هر گروه از حیث رنگ و قومیت و متفاوت باشند و نیز بذل هر نوع مساعدت من جمله کمک مالی به فعالیت‌های تبعیض نژادی را قانوناً از جرائم قابل مجازات اعلام نمایند. سازمان‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی متشکل و هر قسم فعالیت تبلیغاتی دیگر را که محرک تبلیغات نژادی بوده و آن و یا آن را تشویق نماید و عضویت در این چنین سازمان‌ها را قانوناً از جرائم قابل مجازات اعلام نماید. به مقامات مسئول یا مؤسسات عمومی از مملکتی و یا محلی اجازه ندهند تبعیضات نژادی را ترغیب و یا تشویق نمایند. برخی از فعالان گروه‌های قومی در ایران بر این باورند که ایران به عنوان کشوری متشکل از اتنیک‌ها و اقوام گوناگون در 100 سال گذشته و در فرایند شکل‌گیری آمرانه دولت ملت توسط حکومت‌های مرکزی دچار اشکالی از تبعیض نژادی شدند. تبعیض نژادی در واقع یکی از اشکال تبعیض و به حاشیه راندن گروه‌های معینی از مردم است. تبعیض نژادی نوعی از اعمال ستم، ایجاد رابطه فرادستی، فرودستی و تقسیم مردم به گروه‌هایی مبنی بر تقسیم بندی‌های گاه نژادی، گاه قومی، گاه مذهبی و نظایر آن است که شالوده‌اش بر دو عنصر استوار است. نخست دوگانه‌سازی ما و آنها از طریق متمایز کردن گروه‌های مختلف مردم از یک دیگر، از طریق نسبت دادن ویژگی‌های گوناگون به هر یک و دیگری سازی از آنها که جزو ما نیستند. در این دوگانه سازی ما بر مبنای تفکیک ویژگی‌های ساختگی خیالی یا واقعی نژادی یا قومی و نظایر آن گروه مبنا عادی برتر هوشمند پیشرفته با فرهنگ سازنده هدفمند منضبط الگوی انسان و معیار تمدن بشری به شمار می رویم. حال آنکه آن دیگری گروهی عقب مانده ذهنی یا فرهنگی ناهنجار خطرناک برخوردار از رشد فرهنگی کمتر سربار و ناتوان مشکل ساز و تهدیدی برای پیشرفت و امنیت دولت است. این دوگانه سازی که در آن خصوصیات مثبت به خود و خصوصیات منفی به دیگری نسبت داده می شود اساس هر نوع رفتار تبعیض آمیز و از آن جمله قوم محوری و تبعیض نژادی است. مکانیسم تبعیض تنها بر تفکیک و دوگانه سازی استوار نیست، بلکه ایجاد رابطه نابرابر قدرت فرادست و فرودست هدف اصلی آن است. یک گروه از دیگری متمایز می شود تا مشخص شود چه گروهی مبنا و هنجار جامعه است و چه کسی هنجار شکن و متفاوت و کجرو. بنابراین اعمال رابطه نابرابر قدرت و طرد اجتماعی و به حاشیه راندن آن دیگری شالوده ی هر نوع مکانیسم تبعیض منفی و از جمله تبعیض نژادی، قومی، مذهبی استوار است. در همین راستا یک کمیته سازمان ملل متحد
با ابراز نگرانی از تبعیض علیه اقوام مختلف و دگراندیشان مذهبی در ایران از دولت جمهوری اسلامی خواسته است تا اقدامات بیشتری برای حفاظت از حقوق این اقلیت‌ها انجام دهد و همچنین کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل متحد که متشکل از 18 کارشناس است میگوید به رغم سرشماری سراسری در ایران آماری دقیق از جمعیت اقوام مختلف ایرانی در دست نیست. این در حالی است که حضور و مشارکت این اقوام قومی و مذهبی در عرصه سیاسی و اجتماعی بسیار کمتر از آنچه که انتظار می رود است. همچنین کمیته حذف تبعیض از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا ضمن برخورد قاطع با تبعیض قومی نژادی مذهبی و تبعیض مضاعف علیه زنان و اقلیت‌ها از ابراز سخنان تحریک‌آمیز توسط مقام‌های رسمی ایران نیز جلوگیری شود. باید گفت که متأسفانه آپارتاید در ایران از عنوان جمهوری اسلامی آغاز می‌شود. نظامی که نه بشری، نه ایرانی، نه شهروندی، بلکه دینی و اسلامی است. همانطور که رژیم آفریقای جنوبی نه بشری، نه آفریقایی، نه شهروندی، بلکه نژادی و سفید پوست بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر این جداسازی یا آپارتاید تاکید می کند. از جمله جداسازی مسلمان و غیر مسلمان، جداسازی اقوام از همدیگر، جداسازی مرد از زن، جداسازی ایران اسلامی از ایران ملی و میهنی که بر اساس حکم علی خامنه‌ای بر پایه حکم آپارتاید نژادی و مذهبی در حکومت جمهوری اسلامی ایران می باشد. اینکه گروهی از ساکنان یک سرزمین تنها به دلیل اینکه از نژاد دیگری هستند از امکانات محروم شوند، شاید بتوان گفت که محدود به جغرافیای محدودی که متاسفانه ایران هم جزو آنهاست می شود. وضعیت حکومت ایران را تنها می توان با دوران سیاه حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی و یا سلطه حزب نازی بر آلمان مقایسه کرد. این یعنی قوم‌های مختلف ایرانی و یا ایرانی‌هایی با اعتقادات متفاوت از مذهب رسمی حکومت و یا حتی زنان که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند مشمول این تبعیض‌های سیستماتیک هستند. لفظ تبعیض سیستماتیک از این جهت استفاده می‌شود که بسیاری از تبعیض‌ها در ایران بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل‌های حکومتی اعمال می‌شود. در واقع تبعیض‌ها قانونی شده و به طور سازماندهی شده اعمال می‌شوند. پس از انقلاب سال 57 و روی کار آمدن روحانیون شیعه، حکومت جدید مبتنی بر ایدئولوژی مذهبی استراتژی خود را بر اساس افزایش جمعیت اسلام گرایان شیعی تدوین کردند و مقابله با سایر اقوام ایرانی و مذاهب و اقلیت‌های عقیدتی که از قضا اکثریت اقوام بلوچ، کرد، عرب و ترک را تشکیل می‌دادند را در پیش گرفتند. به عبارت دیگر نگاه امنیتی جمهوری اسلامی به اهل سنت یا دیگر مذاهب و اقلیت‌ها مبتنی بر همین ایدئولوژی رسمی تایید شده در قانون اساسی است. در همین راستا آیت الله مکارم شیرازی از مراجع شیعه نزدیک به حکومت از افزایش جمعیت اهل سنت در ایران که شامل اقوام ایرانی کرد و بلوچ بودند ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت اخیراً مهاجرت‌های مشکوکی از سیستان و بلوچستان به حاشیه شهر مشهد شده. عده زیادی از نقاط مختلف جمع شدند که اگر گسترش پیدا کند تبدیل به یک خطر بزرگ می شود. بسیجیان در حاشیه شهر مشهد باید حضور داشته باشند. اکنون در اطراف مشهد می بینیم که اهل سنت در حال خرید زمین و خانه ها از شیعیان هستند تا نسبت جمعیتی خود را افزایش دهند. به عبارت دیگر سران حکومت جمهوری اسلامی و در رأس آنها علی خامنه‌ای به شکل آمدانه سعی کردند تا با بستن مجراهای اقتصادی مردم بلوچ و سنی ساکن آن مناطق فشار را بر روی آنها افزایش دهند تا همانطور که در نظر دارند افزایش جمعیت سنی را در ایران کنترل کنند. در واقع فقیر نگه داشتن مردم سنی و بلوچ استراتژی حکومت جمهوری اسلامی برای مقابله با افزایش جمعیت اهل سنت عنوان می شود.
همین روش در مورد کردستان نیز اعمال می شود. فارغ از تحقیرهای قومیتی که علیه کردها اعمال شده، موضوع مذهب و اکثریت سنی در برخی مناطق از دلایل اصلی است که حکومت ایران را بران داشته تا از رشد مناطق کردنشین جلوگیری کند. این موضوع درباره بهائیان و دیگر مذاهبی که حتی در اصطلاح جزو ادیان رسمی ایران هستند هم اجرا می شود. در واقع عدم پذیرش بهائیان در دانشگاه ها یک تبعیض سیستماتیک است. بر اساس اسناد افشا شده، مصوبه ششم اسفند ماه 1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی که بهائیان را از تحصیلات دانشگاهی محروم می کند، قانون اجازه ادامه تحصیل را از این افراد سلب می کند. در بند سوم این مصوبه صراحتاً تصریح شده باید از ثبت نام بهائیان در دانشگاه ها جلوگیری به عمل آید و چنانچه هویت بهائی فردی هنگام تحصیل احراز گردد باید از تحصیل محروم شود. به عبارت دیگر حکومت ایران که به طور سیستماتیک تبعیض را بر دگر اندیشان مذهبی و به طور ویژه بر بهائیان روا می‌دارد، تلاش می‌کند تا آن را از چشم نهادهای بین‌المللی پنهان کند، اما گاهی رشته کار از دستشان در می‌رود. برای مثال محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی در شهریور ماه سال 1398 در حاشیه جلسه هیئت وزیران در مورد حق تحصیل اقلیت‌های مذهبی گفت: اگر دانش آموزان اظهار کنند که پیرو ادیان دیگری هستند، این اقدام آنها به نوعی تبلیغ محسوب می شود و تحصیل آنها در مدارس ممنوع است. و همانگونه که متاسفانه شاهد هستیم که امسال تا به امروز تعداد 52 بهایی از تحصیل در دانشگاه محروم شدند. در ادامه باید به صورت کوتاه به دلخراش‌ترین نوع تبعیض در مرزهای کشور عزیزمان ایران زیر سایه رهبران حکومت و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره کرد. به کودکان بلوچ، بی‌ملیت‌هایی که از شناسنامه و تحصیل محرومند. با آغاز سال تحصیلی در ایران هر خانواده‌ای که کودک یا کودکانی دارند که باید به مدرسه بروند، بنا به وضعیت مالی و اقتصادیشان در قبال مدرسه آنها نگرانی هایی دارند. خانواده های مطمول به دنبال مدارس غیر انتفاعی با امکانات عالی می گردند تا کودکانشان در مدرسه درس بخوانند که همه استانداردها را داشته باشد. قشر متوسط نگران خرید لوازم و تحریری است که با آغاز سال تحصیلی قیمتش به یک بار چندین برابر گران شده، اما در استان سیستان و بلوچستان ایران هزاران کودک حتی حسرت رفتن به همان کفر چند متری را که مدرسه‌اش می‌نامند در دل دارند. آنها کودکان بی‌شناسنامه‌اند که هیچ ملیتی ندارند. در کشوری مثل ایران که جایی برای تحقیق مستقل و بی‌طرفانه وجود ندارد، سخن گفتن با قاطعیت و ارائه آمار و ارقام کاری بسیار مشکل است. سخن گفتن در مورد دلایل بیشناسنامه بودن برخی از مردمان بلوچ هم از این قاعده مستثنا نیست. دلیل بیشناسنامه بودن برخی از مردمان بلوچ را هیچ شخص و سازمانی به درستی اعلام نکردند. اما 101 سال پیش که اولین شناسنامه در ایران صادر شد، بیشتر مردمان بلوچ همانند سایر اکثر مردم ایران به دامداری و کشاورزی مشغول بودند. برخی نیز در سواحل جنوب از طریق صیادی و جاشویی روزگار می‌گذراندند. طولانی بودن مسافت بین شهرها و برخی مناطق روستایی و عشایری برای دسترسی به اداره ثبت احوال، مخالفت عشایر با حکومت وقت و عدم دریافت عمدی شناسنامه برای نرفتن به سربازی اجباری از جمله دلایلی است که برای بی‌شناسنامه ماندن برخی از مردمان بلوچ در ایران به آن اشاره شده، که همانطور که همه می‌دانیم 100% ساخته و پرداخته ذهن مسئولان نظام می‌باشد. بخشی از بلوچ‌هایی که فاقد شناسنامه‌اند تا کمی بیش از 10 سال پیش در کوهستان‌ها به دامداری مشغول بودند و به گفته خودشان برخی از آنها بین 500 تا 1000 رأس گوسفند داشتند و در کوهستان زندگی می‌کردند. آنها به قول حکومت که قرار بود برایشان امکانات مناسب زندگی از قبیل آب آشامیدنی سالم، برق، جاده و اوراق هویتی فراهم کند، کوهستان را ترک و به دشت ها آمدند. هرچند بعید است که این خانواده ها فقط با وعده های حکومت ایران کوهستان را ترک کرده باشند و تهدیدی در کار نبوده باشد.
زیرا زمانی که این افراد کوهستان را ترک کردند و در دشت‌ها ساکن شدند، سالهای اوج درگیری‌های خونین میان برخی از گروه‌های مخالف بلوچ از جمله جندالله با نیروهای نظامی و انتظامی بود و کوهستان می‌توانست پناهگاه خوبی برای مخالفان مسلح حکومت باشد. در کنار مردم بومی ساکن در آنجا، دلیل ترک کوهستان هرچه که باشد، نتیجه اش برای این مردم فاجعه بار بوده است. آنها علاوه بر اینکه بخش عظیمی از سرمایه و منبع اصلی زندگیشان یعنی دامهایشان را از دست دادن، دولت نیز به وعده‌هایش عمل نکرده و از همه مهمتر بدون هیچ اوراق هویتی از تمام خدماتی که مورد نیاز یک زندگی عادی است، از جمله خدمات درمانی، دریافت یارانه و تردد به شهرهای دیگر ایران بی نصیب مانده‌اند و کودکانشان نیز از رفتن به مدرسه محرومند. آمار رسمی و دقیقی از کودکان بیشناسنامه بلوچ در دست نیست. برخی از رسانه‌های ایران از چند هزار کودک بیشناسنامه محروم از تحصیل نوشتند. کودکانی که حتی اگر فرض را بر غیر ایرانی بودن آنها هم بگذاریم که البته چنین نیست، نباید از اوراق هویتی محروم می شدند. اوراقی که در ایران برای ثبت نام در مدرسه لازم است و این یعنی عمق فاجعه تبعیض قومی و نژادی در ایران. طبق ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر، در قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 19 عنوان می شود مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد. و همچنین در اصل 20 اشاره دارد که همه افراد ملت از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. و همچنین در اصل 22 آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مسون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اما حکومت حتی در عمل به هیچ کدام از قوانین اساسی مورد قبول خود نیز عمل نکرده و حتی خلاف آنها در جامعه اعمال قانون می شود. کلام آخر این که با توجه به اینکه طی 44 سال گذشته تمامی منصوبان رهبران نخست و ثانی جمهوری اسلامی از مردان مسلمان شیعه بودند، یعنی حتی زن مسلمان شیعه هم از نظر سران حکومت جمهوری اسلامی ارزش و جایگاهی ندارد. به عبارت دیگر آنها یا بر اساس تفکر فقهی و یا بر اساس عدم اعتماد به توانایی زنان هیچ سمتی را به طور مستقیم به زنان نسپردند. در حالی که جنبش‌های مدنی و سیاسی ایران در حال حاضر با رهبری زنان پیشرو رقم می‌خورد، جمهوری اسلامی همچنان در برابر حق زنان برای حضور در عرصه سیاسی مقاومت می‌کند، اگرچه به نظر می‌رسد این صد نمی‌تواند همچنان پایدار بماند و بنابر نظر بسیاری از جنبش‌های آزادی‌خواه و حقوق بشری، انقلاب آینده ایران انقلابی زنانه است. اینها تنها بخش‌های کوچکی از اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز در جمهوری اسلامی ایران است. حکومت ایران که بر پایه فقه شیعه شکل گرفته، خود را ملزم می‌داند تا حد اکثر امکانات و امتیازات را تنها به مرد مسلمان شیعه ارائه دهد. حتی در این تعریف هم گزاره خاصی مد نظر است. این مرد مسلمان شیعه باید به نوع خاصی از شیعه سیاسی باورمند باشد تا بتواند از امتیازات سیستمی حکومت بهره مند شود. در این شرایط طبق خواسته و نظر ما مدافعان حقوق بشر از جهان توقع می رود تا در برابر آپارتاید جمهوری اسلامی مسئولیت پذیرتر برخورد کنند. مسئله ای که این روزها به دغدغه فعالان سیاسی و حقوق بشری و اجتماعی داخل و خارج از ایران تبدیل شده است و همچنین خواهان محکوم کردن مسئولان حکومت جمهوری اسلامی ایران در دادگاه جهانی علیه این جنایات بشری تبعیض علیه ملت بزرگ و شریف ایران هستیم. تشکر که وقت رو در اختیار من قرار دادین. من مایک رو آزاد می‌کنم، اگه سوالی هست در خدمتم. ممنون از خانم رهایی. بله، همینجور که خانم رهایی فرمودن، متاسفانه انواع تبعیض هم از نژادی، قومی، ملیتی، یعنی شما هر نوعشو
که بخواین مثال بزنی، حتی خیلی هاش اصلا در جای دیگه نیست، یعنی فقط در ایران هست، همونجور که فرمودم مثلا در آپارتاید در افریقا به سفیدپوستا حداقل ظلم نمی کردن، یا مثلا نازی ها به نازی ها کار نداشتن. اینجا خودی ها هم اگر تاریخشون تموم بشه بالای بالکن یا مثلا خودشون رو خودکشی میکنن، خودجوش مثلا، یا نمیدونم توی زندان خودشون رو مثلا حلقه آویز. یعنی اینا حتی ما تبعیضایی داریم که در داخل خود سیستم هم هست، ولی این تبعیضا نشأت گرفته از همون دیکتاتوری میاد، یعنی سرمنشأ خاصی نداره. یعنی شما تمامی تبعیضا رو که برین پی بگیرین به یه نقطه، یعنی هر مشکلی که در ایران هست، هر مشکلی از آب و برق گرفته تا چیزای دیگه، یعنی شما سرمنشأ رو که دنبال بکنین تهران یه نقطه خاصی، یه منطقه خاصی میرسیم، یعنی حسن شک نکنیم. شما هر، یعنی هر کسی غیر از این بگه واقعا داره خیانت میکنه. ممنونم از خانم رهایی. دوستان اگه نقطه نظری دارن در مورد صحبت‌های خانم رهایی میتونن نظراتشون رو با ما در میان بذارن. خب دوست عزیز بعدی، سرکار خانم پریسا نیکونام نظامی با موضوع زندانیان منتظر اعدام. خانم نظامی اگر آماده هستی دستتون رو بالا بفرمایید، مایک در اختیار شما. با سلام مجدد خدمت همه همکاران، سخنرانی امروز من خاطرات تلخ زندگی انسان‌هایی است که آخرین لحظات زندگی خود را به تصویر کشیدند. قصه های تلخ و شیرینی از لحظه های تلخ اعدام با زندانی هایی که شاید فرصت دیدن دوباره طلوع آفتاب را نداشته باشند و رضایت اولیای دم در وقت‌های اضافه در آخرین خط زندگیشان میتواند حسن ختامی بر آخرین برگ از دفتر سرنوشتشان باشد. همان زیرتیغی ها، زندانی هایی که شاید آخرین صفحه آن در گرگومیش قبل از طلوع آفتاب پای یکی از شماره های 1 تا 10 چوبه اعدام در حیات اجرای احکام ورق بخورد. معمولا شب آخر زندانی های زیر تیغ به صورت انفرادی سپری می شود، یعنی به اصطلاح در اتاق قرنطینه زندانی ها با آن شب می گویند شب سوئیت. زمان در شب سوئیت کند می گذرد و کشتا. شب سوئیت به این معناست که محکوم می‌داند فردا طلوع آفتاب را نمی‌بیند. این برای همه سخت است. ما نمی‌دانیم کی قرار است از این دنیا برویم، اما آنها می‌دانند. بعضی زندانیان آرام هستند و برخی دیگر استرس دارند. یکی از آخوندهای مجری اعدام می‌گوید خیلی از آنها را می‌بینم که در حال مناجات و قرآن خواندن هستند. وقتی کنارشان می روم با حالتی ملتمسانه از ما می خواهند که برایشان دعا کنیم تا اولیای دم رضایت دهند. ما بیشتر به این افراد امید می دهیم که آن شب را راحت بگذرانند، چون وقتی امید داشته باشند که فردا قرار است معجزه شود، شب آرامی خواهند داشت. به طور کلی شب سوئیت شب سختی است و هیچ وقت نمی توان این شب را احساس یا تصور کرد. زندانیان و محکومان به قطع شرایط بسیار دشواری را متحمل می شوند، چرا که هر روز از مدت محکومیتشان ممکن است آخرین روز زندگیشان باشد، چرا که طبعا زندانی ها از روز اجرای حکم خبر ندارند و باید آمادگی برای پذیرش اجرای حکم را برایشان ایجاد شود. معمولا پیش از رسیدن شب اجرای حکم یا شب سوئیت، زیرتیغی ها به این درجه رسیدن که اجرای حکم را بپذیرند و به قول خودشان تسلیم مرگ شدند و اجرای حکم را راه حلی برای رهایی از اعمال گذشتهشان می دانند. ولی شرایط آن شب برای همه زندانی ها و مخصوصا برای فردی که قرار است قبل از طلوع آفتاب اعدام شود شرایط خاصی است. به هر حال 2 تا 3 روز قبل از اجرای حکم آنها را از بند جدا می کنند و به قرنطینه منتقل می کنند. در اغلب موارد وصیت‌نامه‌شان را آماده کردند، مثلا اگر بدهی به یکی از همبندی‌هایشان دارند تسویه کردند،
حلالیت گرفتن یا اگر وسیله‌ای می‌خواهند به کسی بدهند به عنوان یادگاری دادند. فشار عصبی و شوکی که برخی از این افراد در این شب وارد می‌شود باعث می‌شود تا از حالت عادی خارج شوند. به قول معروف به شوخی و خنده رو می‌آورند و تنها راه فرار از این شرایط را خنده می‌دانند. در برخی از مواردی که زندانی محکوم به اعدام از نظر روحی نتوانسته با موضوع کنار بیاید، معمولاً ساعت‌های اول شب سوئیت در شوک کامل است. باور نمی‌کنم. ولی وقتی ماموران اجرای حکم را در اتاق قرنطینه می‌بینند، اطمینان پیدا می‌کنند که لحظه اجرای حکم نزدیک شده. یک اعدامی در آخرین شب زندگی خیلی وصیت خاصی ندارند، جز بخشش از سوی خانواده خودشان و خانواده مقتول. قبل از اجرای حکم پزشک زندان می آید و محکوم زیر تیغ را برای آخرین بار معاینه می کند و در صورت تایید وی زندانی برای اجرای حکم وارد محوطه اجرای احکام می شود. فضای محوطه اعدام برای زندانی روباور و هراس انگیز است. از یکی از آخوندهای اجرای حکم اعدام پرسیده شد چرا اجرای حکم قبل از طلوع آفتاب انجام می شود. وی پاسخ داد اجرای حکم باید زمانی انجام شود که زندانی امیدی به دیدن روز بعد نداشته باشد و به روز بعد امیدوار نشود. شاید برای همین است که حکم را در تاریکی و پیش از طلوع آفتاب اجرا می کنند. البته هیچ وجوب شرعی برای این مسئله وجود ندارد و این گفته ها تنها به صورت پیشنهاد و توصیه است. ایران بالاترین نرخ اعدام نسبت به جمعیت در جهان را دارد و بعد از چین از نظر تعداد اعدام در رتبه دوم قرار دارد. علارغم این نظام جمهوری اسلامی اصرار دارد ارقامی که سازمان‌های حقوق بشری برای میزان اعدام در این کشور منتشر می‌کنند اغراق شده هستند و اعدام‌ها تنها بعد از یک پروسه طولانی قضایی انجام می‌شود. سازمان‌های حقوق بشری در گزارشی به انتشار اسامی و مشخصات 50 زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران پرداخت. تهیه کنندگان این گزارش تأکید کردند به دلیل اعمال سانسور و عدم امکان اطلاع رسانی شفاف و دقیق در این زمینه شمار افرادی که منتظر حکم اعدام خود هستند از این تعداد بیشتر است. اتهام مطرح شده علیه اکثر این زندانیان امنیتی عضویت در احزاب مخالف جمهوری اسلامی، شرکت در تجمعات اعتراضی و غیره عنوان شده است. شماری از این افراد نیز زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت هستند که عمدتاً در زندان گوهردشت کرج و وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شوند. بر اساس این گزارش، زندانیان بلوچ و کرد بیشترین سهم را در بین محکومین به اعدام در ایران دارند. این گزارش نشان می‌دهد که حداقل 30 نفر از 50 زندانی محکوم به اعدام در ایران بلوچ و یا کرد هستند. این سازمان از خانواده‌های زندانیان و کسانی که در این زمینه مطلع هستند خواسته است تا برای تکمیل این لیست اطلاعات خود را برای نهادهای حقوق بشری ارسال کنند. در گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل درباره اوضاع حقوق بشر در ایران طی سال گذشته میلادی نیز به افزایش اعدام‌ها در مناطق اقلیت‌های قومی پرداخته شده است. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز در گزارش اخیر خود با اشاره به اینکه در سال 2021 موارد سرکوب و اعدام در میان اقلیت‌های قومی در ایران افزایش چشمگیری داشته و از میان دست کم 275 اعدام تنها 40 نفر شهروند بلوچ و 50 اعدامی نیز شهروند کرد ایرانی بودند. در این باره خواستار پاسخگویی مقامات ایران شد. اعدام بی‌رحمانه ترین، غیر انسانی ترین و تحقیرآمیز ترین شیوه مجازات است. سازمان عفو بین‌الملل معتقد است که مجازات اعدام حقوق بشر به ویژه حق حیات و حق معصوم ماندن از شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی و ترذیلی را نقض می‌کند. این دو حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل مصوبه سال 1948 تضمین شدند. برگذر زمان
جامعه بین المللی تمهیدات مختلفی برای منع استفاده از مجازات اعدام به کار گرفته است که برخی از آنها از این قرارند دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به لغو مجازات اعدام نظر دارد. پروتکل ششم کنوانسیون حقوق بشر اروپا درباره لغو مجازات اعدام و پروتکل 13 کنوانسیون حقوق بشر اروپا درباره لغو مجازات اعدام در تمام شرایط و پروتکل کنوانسیون حقوق بشر قاره آمریکا برای لغو مجازات اعدام. با اینکه تحت قوانین بین‌المللی فعلی مجازات اعدام باید به جدی‌ترین جرایم یعنی قتل عمد محدود شود، عفو بین‌الملل معتقد است که مجازات اعدام هرگز پاسخ مناسب به هیچ جرمی نیست. عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در همه شرایط بدون استثنا مخالف است، صرف نظر اینکه از اینکه متهم چه کسی است، طبیعت و شرایط وقوع جرم چه بوده، فرد بیگناه است یا گناهکار و یا از چه روشی برای اعدام استفاده می شود. 20 سال می گذرد از زمانی که 10 نهاد مدافع حقوق بشر در ائتلافیه جهانی 10 اکتبر را روز جهانی علیه مجازات مرگ نامیدند با هدف تلاش برای لغو اعدام در سراسر جهان. با این حال شماری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران هنوز از این مجازات استفاده می کنند. مجازات اعدام برگشت‌ناپذیر است و همیشه ممکن است اشتباهی رخ داده باشد. این احتمال که فرد محکوم به اعدام بیگناه باشد را نمیتوان هیچگاه کاملا از بین برد. اعدام اثر بازدارنده ویژه‌ای ندارد. کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند اغلب از این مجازات به عنوان وسیله‌ای برای بازداشتن دیگران از ارتکاب جرایم یاد می‌کنند. این ادعا مکرراً رد شده است و هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان بدهد مجازات اعدام در کاهش آمار جرایم نقشی موثرتر از حبس ابد داشته است. از مجازات اعدام معمولاً در نظام‌های قضایی معیوب استفاده می‌شود. در بسیاری از مواردی که عفو بین‌الملل ثبت کرده، افراد در شرایطی اعدام شدند که محاکمه‌شان عادلانه نبوده و بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و بدون دسترسی مناسب وکیل و مشاوره حقوقی محکوم شدند. در بعضی کشورها اعمال مجازات اعدام برای برخی جرایم مطابق قانون الزامی است. و این یعنی که قضات مجازات نیستند، مجموعه عواملی را که منجر به وقوع جرم شده یا شرایط خاص مجرم را در تعیین مجازات لحاظ کنند. مجازات اعدام تبعیض‌آمیز است. مجازات اعدام بیشتر علیه آن دست از افراد اعمال می شود که از نظر اجتماعی و اقتصادی در جایگاهی فرودست‌تر قرار می گیرند یا به اقلیت‌های نژادی، قومی و مذهبی تعلق دارند. این مسئله از جمله شامل دسترسی محدود این افراد به وکیل و مشاور حقوقی می شود و دستگاه قضایی معمولاً برخورد نامناسب‌تری با این گونه افراد دارد. از مجازات اعدام به عنوان یک ابزار سرکوب سیاسی استفاده می شود. مقام‌های بعضی کشورها مثل ایران و سودان از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و دیگر اندیشان سیاسی استفاده می کنند. در پایان باید گفت اعدام نقض بنیادی ترین حق هر انسان یعنی حق حیات است. مرگ از پیش تعیین شده با حکم دادگاه و تایید بالاترین مراجع قضایی. اعدام مجازاتی برگشت ناپذیر است که به گفته مدافعان حقوق بشر باید با احکامی دیگر جایگزین شود. به امید روزی که در ایران هم حکمی جایگزین به جای اعدام برای مجرمین به کار گرفته شود. دوستان سخنرانی من به پایان رسید. مرسی از وقتی که گذاشتید. من مایک رو رها می‌کنم. ممنون خانم نیکونام نظامی. بله بحث اعدام بسیار بحث پیچیده و مهمی است در جامعه ایران. البته خب یه مقدار فکر میکنم شرایط نسبت به چند سال قبل و اطلاع رسانی هایی که هم NGO ها هم کسایی که دنبال رضایت گرفتن هستن در ایران کار خوبی انجام دادن، یه مقدار باز فکر میکنم شرایط بهتر شده. البته نه از طرف حکومت، از طرف خود مردم میزان
رضایت را فکر میکنم خیلی بیشتر شده نسبت به قبل، اما همینجور که فرمودن خانم نیکونام نظامی، اعدام های سیاسی دیگه واقعا دست خود حکومت، برای اونا واقعا هیچ کاری نمیشه کرد. یعنی هیچ انجیوی، هیچ فعال حقوق بشری، هیچ خیری حتی اونا را نمیتونه نجات بده. به امید روزی که واقعا این اعدام هم همونطور که تو کشورهای دیگه با قوانین سخیه، دوست عزیزی میگفت خب کسی که اعدام میشه که اون که اصلا یک لحظه میره، حالا خب در کشورهای دیگه با قوانینی سختگیرانه تر مثل زندانهای طولانی مدت این حکم رو نقض میکنن و حکم اعدام رو برداشتن از قوانینشون. دوستان اگه نقطه نظری دارن در مورد صحبت های خانم نیکونام نظامی میتونن با ما در میون بذارن. بله خانم مباشر بفرمایید. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان. همونطور که خانم نیکونام نظامی هم توضیح دادن در رابطه با اعدام، در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران فقط راه پیدا کرده واسه اعدام دوستان و راه پیدا کرده واسه اعدام افراد بیگناه، و حالا به گناهکار هم که باشن هیچ برنامه ای نداره برای اینکه حکم جایگزینی به جای اعدام قرار بده، و اینکه این کار رو انجام میده فقط به خاطر این هست که رو با وحشت درست کنه در بین مردم، در بین اقشار جامعه، تا بتونه خودش حکومت کنه. همیشه گفتن تفرقه بنداز و مشکلات درست کن، و همین تفرقه انداختن همین هست که مثلا کسانی که با قتل مرتکب میشن تفرقه میندازه بین شاکی و بین اون شخصی که حالا قتل مرتکب شده، تا بتونه خودش یه جورایی حکومت کنه. ولیکن باید ما فعال حقوق بشر اونقدر آگاهی رسانی کنه، اونقدر اطلاع رسانی کنیم تا جامعه، نه تنها جامعه ایران بلکه کل دنیا متوجه بشه که این اعدام ها اولین حق هر انسان هست که نباید از اون گرفته بشه. و واقعا خیلی سخته که آدم بدونه که چند روز دیگه موعد مرگش هست یا چند ساعت دیگه موعد مرگش هست. این واقعا فشار خیلی مضاعفی بر خود اون شخص و بر اون بازماندگان اون خانواده شخصی که قرار اعدام بشه میذاره. ممنون از شما و مایک رو میبندم تا دوستان دیگه هم اطلاعات و صحبتهای بفرمایند. مرسی. ممنونم از سرکار خانم مباشر. بفرمایید جناب شایگان، مایک در اختیارش. درود و عرض ادب خدمت همه دوستان. اعدام در کل چند دسته تقسیم میشه دیگه. اعدام با جرایم قصاص، با جرایم مواد مخدر و جرایم عقیدتی سیاسی. حالا اون عقیدتی سیاسی که خب شما فرمودید بحثش کاملا جداست که دولت خودش انجام میده، اما مباحث اعدام با جرایم قصاص و مواد مخدر، اینا باید بیاد آسیب شناسی بشه. ببینیم اون شخصی که قتل انجام میده باید آسیب شناسی بشه. آیا آسیب شناسی انجام شده توی ایران تا به حال؟ یا اون شخصی که با جرم مواد مخدر، ببینیم مواد مخدر درسته من قبول دارم خیلی جرم سنگینیه، نباید انجام بشه، آیا من حرفم اینه، آیا اون رد بالاهای افرادی که مواد مخدر رو تولید یا توزیع میکنن رد بالاهاشون هم اعدام میشه یا فقط خورده پاها؟ قاطعانه فقط میتونم بگم که خورده پاها که اعدام میشن. بنابراین باید آسیب شناسی بشه که اصلا چرا یک طرف باید بره مواد فروش کنه یا چه اتفاقی میفته که منجر به قتل میشه، یعنی یک نفر دست به قتل میزنه. من خواستم اینو بگم که تو ایران انجام نمیشه این آسیب شناسی ها. ممنونم. آقا جناب شایگان، جناب ترغیبی بفرمایید، ما در اختیار شماست. درود و عرض ادب خدمت همه شما دوستان، همکاران عزیز، بینندگان. حکمای اعدام که در جمهوری اسلامی اجرا میشه یک هدفه، بحث بازدارندگی نیست. این به هدفش تبدیل شده که بکشه به اهدافش برسه، نه این که یه قشری و باز از این کارا، از خلاف، از قاچاق مواد مخدر، از اینا باز داره
و کلا نیل به هدفش میره. شما نگاه کنید از اول جمهوری اسلامی تا الان آمار قتل و کشتار و جنایت اینا بیشتر شده یا کمتر؟ پس اینا برای ترس دیگران نیست، برای اینکه دیگران بترسن همچین اعمالی انجام ندن، فقط فقط صرفا در جهت رسیدن به اهداف خودش این کارو انجام میده. ممنونم. ممنون از جناب ترغیبی. بله منم موافقم با حرفای دوستان. بفرمایید جناب پرویزی، مایک در اختیار شماست. سلام دوستان، وقت همگی بخیر. امیدوارم که صدای من باشه. سلام هست؟ بله بفرمایید. ممنونم. ببینید دوستان، من اولین ایراد آره بحث اعدام که از آره خیلی وقت پیش قبل از انقلاب و قبل از اون هم بوده، ولی اولین چیزی که میتونم دلیلش رو این از نظر من که اینقدر تعداد اعدام ها در ایران در مخصوصا در جمهوری اسلامی ایران افزایش پیدا کرد، حالا علاوه بر اون خواسته هایی که جمهوری اسلامی داشت تو ذهنش هر چیزی که بود، ما این رو هم ببینیم که ما بیتفاوتی مردم هم خیلی تأثیر گذار بود بر این شدت این وضعیت. شاید اگر زمانی که در دهه 60 اعدام ها داشت به این شدت و این گستردگی داشت انجام می شد، یا قبل از اون 3000 سران ارتش رو اعدام کردن دیگه، اگر اون اتفاقات مردم جلو مقابلش ایستاده بودن و اجازه نمیدادن این کار کنن یا اعتراض کرده بودن، امروز شاهد این نبودیم که الان اینقدر آمار اعدام اصلا دیگه مثل نقل و نبات شده. یعنی اصلا اینقدر راحت میگن مثلا یه نفر اعدام شد انگار مثلا میگن که یه مثلا سنگ از اون بالا افتاد پایین، اینقدر راحت شده. بنابراین اون بیتفاوتی هم خیلی تاثیرگذار بود، وگرنه اگر این اتفاقات میافتاد و اعتراضاتی وجود داشت قطعا این قوانین باید جلوشون گرفته میشد. یا شاید بهتره بگم زمانی که مردم به جمهوری اسلامی ایران رای دادن، اگر قوانین رو خونده بودن، مطالعه کرده بودن و اینقدر کورکورانه یا تعصبی وارد این قضیه نشده بودن، یعنی رأی نداده بودن و اظهار نظر نکرده بودن، اینقدر با آغوش باز ما الان شاهد این حجم بزرگی از اعدام نبوده. قوانین کاملا غلطه، قوانین ایراد داره، اما ما مردم هم هیچ اقدامی نکردیم برای این کار. هیچگاه ما برای قوانین، برای اون قوانین بعد هیچ اعتراضی نداشتیم. اگر اعتراضی هم بوده صرفا به خاطر حالا گرانی بوده یا اتفاقات مقطعی که افتاده. من یادم نمیاد حقیقتا برای اعتراض بعد در مورد قوانین، تنها موردی که یادمه بحث همون 18 تیر توی دانشگاه بود که برای قانون مطبوعات اعتراضی صورت گرفت، ولی دیگه بعد از اون یا قبل از اون چیزی ندیدم که اعتراضات برای جلوگیری از یک قانون غلط باشه. و ما عملا شما اگر نگاه کنید توی جامعه اینقدر خشونت رو ترویج دادن، وقتی یک دوز رو میگیرن اگر خبرنگار بره مصاحبه کنه از مردم، مردم خواستشونه که باید دست این قطع بشه، باید نمیدونم این آدم باید اعدام بشه، باید این ترویج خشونت بیشتر، نه اینکه بحث کم کردن جرم. این رفتاری که جمهوری اسلامی داشت متاسفانه خب یک کارنامه بد رو در جامعه به وجود آورد که الان ما با یه جامعه‌ای که کاملا خشنه و خواستش اینه. من خیلی از چیزها رو دیدم، مثلا بحث مواردی بود که ما فکرم در مورد حالا تجاوز به یه دختر بچه بود، اصلا خود مردم همونجا کاملا وایساده بودن و داشتن واکنش نشون میدادن. من تو همین کشور اندونزی هم دارم میبینم الان بعضا
یه دزد تو خیابون میگیرن، باور کنید تمام افرادی که دارن این دزد رو میزنن خودشون یه پا دزدن، ولی این دزد تا برسه به پلیس، یعنی پلیس برسه بالای سرش، بیهوشه، یعنی اینقدر کتک خورده. یعنی این وضعیته و ما تو جامعه خودمون هم به همین صورت، یعنی این ترویج خشونت باعث شده که این اتفاقات بیفته. ولی عملا اینم بگم، بازم تکرار میکنم، هیچگاه من ندیدم مردم برای اینکه قوانین ایراد داره اعتراضی بکنن، به خصوص قوانین مجازات اسلامی که خب قسامه داریم، نمیدونم الان ما چند روز پیش به بحث کور کردن چشم بود، بحث قطع کردن انگشتان و دست بود، همه اینها وجود داشت. ممنونم، ببخشید من اگه زیاد صحبت کردم، اصلاحی بکنم. ممنونم از جناب پرویزی. دوست از جناب ترغیبی بفرمایید. مرسی، درود مجدد. یه موضوعی آقای پرویزی گفتن که برای اعدام دهه 60 مردم بی تفاوت بودن نسبت به این چیزا، به این اعدام ها، ولی نه تنها بی تفاوت بودن و کاری نمی کردن و اعتراضی نمی کردن، بلکه خیلی از مردم همجهت جمهوری اسلامی بودن. اینم فراموش نکنیم. ما نگاه کنیم به یک مستندی هست به اسم عنکبوت مقدس که فیلمش هم ساختن. توی عنکبوت مقدس وقتی نگاه میکنی از مردم موقعی که سوال میپرسن در مورد اون زنایی که کارگر جنسی هستن و کشته شدن توسط سعید حنایی، دقیقا مشخصه هر کدوم از این مردم یک سعید حنایی هستن. همشون میگن کار خوبی کرده و خواسته فساد رو از بین ببره، در صورتی که فساد توی اصل قانون اساسیه، در صورتی که فساد از خود حکومت میاد. ما اینا رو در نظر بگیریم، ولی الان زمانی که دهه های مختلف گذشته و از جوانه امروز در مورد مثلا یک کارگر جنسی میپرسی، میگه حتما نیاز داشته، نمیاد بگه که حقش بوده بکشنش که فساد رو از جامعه بردارن. این بانیان و مجریان قانون هست که توی ایران فساد رو ایجاد کردن. ممنونم. ممنون از جناب ترغیبی. بفرمایید خانم رهایی، مایک در اختیار شماست. خسته نباشید. میگم خدمت دوستان و نظراتشون، بله موافقم. حالا طبق صحبتی که آقای پرویزی کردن، فکر میکنم اون اوایل انقلاب مردم درسته اصلا قوانین رو اصلا نخوندن، یعنی کورکورانه، حالا طبق صحبتهایی که انجام شده بود و سران سیاسی که نه طبق گفته امام بلکه طبق حرفای خودشون، حالا مردم رو شستشوی مغزی میدادن، این انقلاب انجام شد. ولی اگر که حتی قوانین اساسی رو هم میخوندن، ما خودمون الان داریم میبینیم یه چیز واضحه که حتی جمهوری اسلامی داره قوانین اساسی خودش رو هم نقض میکنه. اگه مردم میخواستن قوانین اساسی رو بخونن، حالا چیزی که جلوی خودمون هست و نقضش میکنیم با اخبارها، قوانین اساسی خودش رو هم اگه میخواست اجرا کنه، این حجم از دیکتاتوری رو نمیتونست اجرا کنه. یعنی حتی قوانین اساسی خودش رو هم داره نقض میکنه. پس فرق نمیکنه، به نظر من اگه قوانین رو هم میخوندن، مردم طبق اون قوانین باز میرفتن دنبال رویش میشدن، چون خب قوانینی که گفته فکر نمیکنم مثلا جای ابهامی توش بوده باشه. ولی و اون حتی اون یه چیزی که 98% مردمی هم که رأی دادن، حالا چیز صحبتایی که الان میشه، این اون هم دروغ و فریبه. یعنی هیچ درصد طبق شناختی که ما از جمهوری اسلام داریم، هیچ زمانی حتی اگه تمام مردم ایران هم شرکت، هیچ آمار 98% دقیقی نمیتونه باشه. یعنی اصلا کلا این حکومت از پای و اساس بر مبنای دروغ و فریب بنیان گذاشته شده. ممنون از اینکه وقت رو در اختیار من قرار دادید. ممنونم دوستان با نظراتشون. همراه میشیم با سخنران بعدیمون، جناب آقای رضا شایگان، با موضوع بازخوانی یک نسل‌کشی. بفرمایید آقای شایگان، مایک در اختیار شماست. درود مجدد. در بحبوحه اعتراضات و اعتصابات پیش از بهمن 57
که مردم و گروه‌های سیاسی آن دوران در کشاکش سرکوبی رژیم گذشته و استقرار یک نظام سیاسی مبتنی بر خواست و مشارکت تمامی آحاد جامعه بودند، این روح الله خمینی بود که با حمایت‌های داخلی از جمله بازاریان تهران و برخی گروه‌ها و مردم و همچنین حمایت برخی از دولت‌های غربی از جمله آمریکا که طبق اسناد منتشر شده به طور مخفیانه با خمینی دیدار و تبادل نظر و اطلاعات می‌کردند، به یک بار ظهور کرد و انقلاب را به سود مذهبیون مصادره کرد. رهبران احزاب و روشنفکران آن زمان که در ابتدا و با مشاهده اقدامات و فرمان‌های ضد بشری و غیر دموکراتیک او به ویژه در مورد زنان مخالفت و اعتراضاتی را به نوع دیدگاه و دستورات وی داشتند که بسیاری از این افراد و گروه‌ها به سرعت توسط عوامل رژیم سرکوب، زندانی و یا طرد شد. همان انقلابی که بنا بود یاریگر محرومان و حامی مستضعفان باشد، همان نظام سیاسی که بنا بود با خاص و مشارکت تمامی آحاد ملت، گروه‌ها و احزاب شکل بگیرد و به سوی دموکراسی گام بردارد، به ناگاه نقاب از چهره برکشید و خیلی زود به همه نشان داد که بر سر شکل‌گیری قدرت و تشکیل حکومت اسلامی نه با کسی تعارف دارد و نه با گروهی شریک می شود. شاید از همان ابتدا می بایست که با این تفکر متحجرانه خمینی مقابله می شد، اما دردناک آنجاست که رژیم نوپای ایران داستانها و ورقهای تازه‌ای از جنایت علیه بشریت را آماده می کرد. زمانی که خمینی به صراحت اعلام کرد که این انقلاب به خون نیاز دارد، نیت و دیدگاه وی آشکار شد که دیگر هیچ گروه، حزب و حتی مردم جامعه رنگ آرامش را نخواهند دید. مردم با سرگشتگی و درماندگی هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایاتی را می‌دیدند که تا پیش از آن در افسانه‌ها و کتب تاریخی شنیده و خوانده بودند. از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید، سرکوب‌ها و بازداشت‌ها و حتی اعدام‌ها آغاز شد. سرکوب تمام گروه ها و مردم معترض به سیاست های رژیم نوپا و همچنین خلف وعده مسئولین و در رأس آنها خمینی باعث به وجود آمدن جرقه های اعتراض و حتی رویارویی نظامی بین گروه ها و هوادارانشان از یک سو و سرکردگان رژیم ایران در سوی دیگر شد که این مقدمه ای بود بر آغاز تبعیض ها و نقض های گسترده و آشکار در بین اقوام و ملل ایران که از سوی رژیم اسلامی بیش از 4 دهه است که اعمال می شود. سیاست های جمهوری اسلامی ایران در قبال مردم و به ویژه اقوام ساکن در کشور همواره سیاستی خصمانه بوده است. گواه این موضوع جنایات بیشماری است که رژیم در 4 دهه گذشته همواره در کشور انجام داده که می توان از وضعیت کنونی جامعه و کشور این موضوع را دریافت. کافی است که نگاهی به وضعیت امروز در مناطقی که اقوام کرد، عرب، بلوچ و سایر اقوام تحت ستم ایران در آنجا ساکن هستند بیاندازیم تا دریابیم که چگونه رژیم با سیاست‌های خصمانه خود هرگز با قصد صلح و دوستی در کشور حکمرانی نکرده و همواره با تمام توان سعی در تحقیر، سرکوب و از بین بردن ارزش‌های انسانی، ملی و آیینی مردم ایران کرده است. بیراه نیست که جمهوری اسلامی ایران را یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در قرن معاصر می‌داند. جایی که با کشتار، ترور، قتل عام، شکنجه و اعدام همواره در صدر فهرست دولت‌های ناقض حقوق بشر در مجامع جهانی بوده است. جنایاتی که رژیم اسلامی در 4 دهه گذشته انجام داده آنقدر فراوان است که در هر مورد میتوان سران رژیم را در محاکم بین المللی به جنایت علیه بشریت محکوم کرد. یکی از این موارد که نه تنها نباید به فراموشی سپرده شود، بلکه همواره باید با یادآوری آن جامعه جهانی و همچنین نسل امروز آینده ایران را از جنایات رژیم آگاه کرد، قتل عام مردم در روستاهای قارنا و قلاتان از توابع شهر نقده در استان آذربایجان غربی است. احزاب کرد و به ویژه حزب دموکرات کردستان که پس از روی کار آمدن دولت جدید
خواهان اداره امور مناطق کردنشین توسط کردها و زیر نظر دولت مرکزی شدند که این موضوع با مخالفت شدید خمینی همراه از سرآغاز درگیری‌های خونین در این مناطق شد که در زمان کوتاهی و با دستور وی به نیروهای نظامی مبنی بر ختم قائله این نیروها را با تمام توان و ادوات نظامی به این مناطق روانه کرد و موجب وقوع حوادث خونباری شد که در آن غیر نظامیان بیشماری از زن و مرد و پیر و جوان حتی کودکان به کام مرگ فرستاده شدند. در همین راستا بود که نیروهای سپاه پاسداران به همراه نیروهای جوانمرد جوانمردان به نیروهای محلی اطلاق میشه که تو اون زمان به استخدام ژاندارمری بودن ولی به درجه نظامی نداشتن، به دستور خمینی و با غلام رضا و با حمایت غلامرضا حسنی که نماینده تامل اختیار وی در آذربایجان غربی بود، در تاریخ 11 شهریور 58 با یورشی وحشیانه به این دو روستا 68 تن از ساکنین که در بین آنها زنان سالمندان و حتی کودکان زیر 6 سال بودند را قتل عام کرد. از آنجا که رژیم هرگز آمار دقیق و معتبری از چگونگی این جنایت و تعداد کشته شدگان ارائه نداده است، برخی منابع تعداد کشته ها را 47 تن اعلام کردند، اما طبق روایت ساکنین و بازماندگان که شاهدان عینی آن جنایت بودند، قتل عام را بسیار وحشیانه توصیف و تعداد کشته ها را 68 تن اعلام کردند. رژیم که همواره با صرف هزینه های بسیار سعی در ایجاد تفرقه و رویارویی اقوام در ایران داشته، با ایجاد تنش بین مردم ترک و کرد و یا شیعه و سنی موجب درگیری و نزاع بین این اقوام شد که در این بید و با این ترفند موجبات سرکوب و جنایات را فراهم کرد. در زمانی که بین احزاب کرد و نیروهای دولتی جنگ در جریان بود که به جنگ نبرد معروف است، مردم شهر و روستاها از محل زندگی خود به کوهستان و دیگر مناطق پناه بردند تا از گزند حملات نظامیان در امان باشند. در کشمکش درگیری ها شخصی به نام عظیم معبودی که گویا از معتمدین دولتی بوده، با نگارش نامه‌ای به ریش سفیدان روستاها به آنها اطمینان می‌دهد که مردم غیر نظامی در امانند و آنها می‌توانند بدون واهمه به زندگی عادی خود بازگردند. این نامه که یک روز پیش از واقعه نوشته و به ریش سفیدان تحویل شده بود، باعث شد که مردم تا حد زیادی احساس آرامش و امنیت کرده و به امور روزانه خود مشغول شدند که فردای آن روز و برخلاف وعده داده شده، نیروهای رژیم در مسیر حرکت به سمت روسا و در برخورد با هر فرد کرد او را به قتل می‌رساندند. پس از رسیدن به روستا در ابتدا و با ورود نیروها به روستا، محمود مسعودزاده روحانی روستا که متوجه نیت نیروهای مسلح شده بود، با قرآن به استقبال آنها رفته و از آنها می‌خواهد تا شفاعت قرآن را قبول کرده و از کشتن اهالی روستا صرف نظر کند. اما عبد مسلح وی را به قتل رسانده و سپس سرش را از تن جدا می‌کند. پس از آن مردم را جمع کرده و به سوی آنها حمله ور شده و اهالی را ابتدا با سرنیزه از پا در آورده و سپس با شلیک گلوله چراغ زندگی آنها را برای همیشه خاموش کردند. رژیم که همواره سعی در ایجاد نفاق و تفرقه در بین اقوام و به ویژه مناطقی که در میان کردها و ترکا مشترک بوده، ابتدا سعی کرد این گونه القا کند که این یک درگیری بین دو قوم کرد و ترک بوده، اما از آنجا که در این امر موفق نبود، به نیروهای نظامی دستور داد تا برای توجیه جنایات خود و با این استدلال که با نیروهای رزمنده و مخالف رژیم در حال نبرد بوده و آنها را کشته‌اند، جسدها را به بیابان و کوه برده و آنها را رها کنند. از این رو بازماندگان و اهالی سایر روستاها تا چند روز پس از واقعه در کوه‌ها و دره‌ها جنازه‌ها را یک به یک یافته و آنها را به خاک می‌سپردند. به گفته شاهدان عینی در میان کشته شدگان زن باردار هم بوده است که بیشک چنین قساوتی
خود پرده از نیت مسئولین که همان نسل کشی است برمی‌دارد، زیرا حتی اگر باور کنیم که این حمله به قصد مقابله با مخالفین مسلح بوده، هرگز قتل کودک یا زن باردار را توجیه نمی کند. تعداد اندکی از روستاییان موفق به فرار به سمت کوه می شوند و سایر اهالی همه از دم قتل عام می شوند. آثار این قتل عام وحشیانه هنوز هم پس از گذشت 14 دهه بر روح و جسم روستا و ساکنانش بر جای مانده است. این تنها یکی از هزاران جنایاتی است که جمهوری اسلامی ایران در طول بیش از 14 دهه حکمرانی خود در مناطق کردنشین انجام داده. و عجیب این که عاملین این جنایات نه تنها مجازات نشدند، بلکه با دریافت پاداش و ترفیع در مناصب بالای حکومتی پست و مقام گرفتند. تنها یک مورد از افراد حاضر در جنایت قارنا و قلاتان، حمید رضا جلایی پور، استاد فعلی دانشگاه تهران و فرماندار مقت نقده است که پس از ارتکاب به جنایات بیشمار در زمان فرمانداری خود در نقده و مهاباد، وی ابتدا به عنوان معاون سیاسی امنیتی استانداری کردستان انتخاب و تا سال 67 و پایان جنگ ایران عراق در این سمت باقی ماند. پس از آن نیز به وزارت خارجه منتقل شد و سپس با دریافت بورس تحصیلی به انگلستان رفت و در رشته جامعه شناسی تا مقطع دکترا تحصیل کرد. موارد نقض حقوق بشر در جای جای ایران و در تمامی بخش ها هر روز دامنه وسیع تری پیدا می کند. جایی که حقوق انسانی زن و مرد، کودک و نوجوان، بازنشستگان، کارگران، معلمان، کشاورزان و سایر اقشار به طور گسترده و سیستماتیک نقض شده و هر روز شاهد دستگیری، شکنجه، حبس و اعدام گسترده در هر نقطه از کشور است. آشکار است که پرونده سران رژیم آنقدر سیاه و سنگین است که میتوان برای هر یک از جنایات بیشماری که در طول حکمرانی خود مرتکب شده اند آنها را محاکمه کرد، اما قتل عام و یا به نوعی نسل کشی رژیم در روستاهای قارنا و قلاتان یکی از موارد خاصی است که همواره باید در مجامع جهانی بر آن تاکید داشت و سران رژیم و عاملین این جنایت را محکوم کرد. بیشک جنایات رژیم در نقض کامل حقوق بشر در ایران پایانی ندارد و جمهوری اسلامی ایران با همان روش سرکوب و فشار حداکثری بر مردم مشغول سرکوب و شکنجه و اعدام خواهد بود. اما افشاگری در مورد این جنایات و همچنین ثبت، حفظ و نگهداری از مدارک و شواهد موجود میتواند رژیم را در مجامع بین‌المللی تحت فشار گذارد و این یکی از مهمترین اهداف سازمان‌های حقوق بشری. خیلی ممنونم که به سخنرانی من گوش کردید. ببخشید من صدام گرفته است و میکروفون رو آزاد میکنم. ممنونم از جناب شایگان. دوستان اگر نقطه نظری در مورد سخنرانی جناب شایگان دارن میتونن با ما در میون بذارن. بفرمایید جناب تر. مرسی و ممنون که دوباره مایک رو به من دادین. در مورد این جور نسل‌کشی‌ها دقیقاً یک روستایی توی منطقه‌های ما اتفاق افتاده که همون زمان انقلاب صورت گرفت و با راکت‌های هلیکوپترهای کوبرا کلاً یک روستا رو به خاک و خون کشیدن و کسی جرأت نمی‌کرد به اون منطقه نزدیک بشه. کسایی که فرار کرده بودن نهایتاً از مرز به عراق وارد شدن و از ایران خارج شدن و تا الان هم هیچ آمار دقیقی در مورد کشته شده‌های اون روستا در دسترس نیست. حالا یه سری بازماندگان در جایی که آقای شایگان گفتن مونده و دیدن که چقدر کشته شده، چقدر فرار کردن و آماری هست، ولی متأسفانه به علت عدم رسانه و از این جور موارد هیچ آماری در دسترس نیست که چقدر تو اون روستا کشته شدن. یعنی کل روستا رو با خاک یکسان کردن اینا. متأسفانه اینا در یه موردم بگم، در مورد همجهتی مردم با جمهوری اسلامی در اون زمان دقیقا همین کشتار و قتل عامای کردستانه. اون موقع سپاهی نبود، بسیجی نبود، مردم داوطلبانه خودشون به جنگ اینا میرفتن با فتوای خمینی و قتل عام میکردن. اینا رو در نظر بگیریم که همجهتی و ناآگاهی مردم ما این در اون زمان باعث این کشتارها شد، ولی الان خوشبختانه
ما به حدی رسیدیم و آگاهی به صورتی بالا رفته که مردم ما قومیت ها رو دشمن نمی بینن و دوشادوش کنار هم با این رژیم خونخوار می جنگن. مرسی، متشکرم. ممنونم از جناب جرحوی. دوستان اگر بازم نقطه نظری در مورد این بحث دارن میتونن شرکت کنن، اگه نه که با همراه میشیم با سخنران بعدیمون جناب آقای میلاد ترغیبی با موضوع ایل گلخانی و جمهوری اسلامی ایران. بفرمایید آقای ترغیبی، مایک در اختیار شماست. سپاس آقای بلبردی عزیز و بابت تایمی که در اختیار من قرار دادیم. و این نکته را هم بگم که ایل قلخانی نه قلخانی، و توضیحاتی هست در این مورد میدم و در ادامه به همه چی اشاره میکنم. علی قلخان و علی قلخان دو نیای اولیه ایل بزرگ قلخانی هستند که اکنون به بهرامی و قلخانی معروفند. اینان از سرداران سپاه امپراتوری صفویه و از شمشیرزنان رکاب نادرشاه افشار که در آن عصر سپه سالار لشکر ایران بودند. این دو سردار که در واقعی سال 1142 هجری قمری شهر هرات شرکت داشتند، شمشیرزنی و رشادتشان مورد توجه خان افشار قرار گرفت و از نادرشاه خلعت نادری و نشان قهرمانی گرفته بودند. بعد از اتمام لشکرکشی نادرشاه به زادگاه خود جویزر ایوان برمیگردند، به علت ظلم‌هایی که خان ملک ایوانی در حق ایل و تبار این اشخاص نموده بود و باعث تنش و درگیری در این تبار بین این تبار با سایر مردم منطقه و در نهایت منجر به کشته شدن خان ایوان می‌گردد، به همراه نزدیکان خود به کوههای دالاهو که امروز به محل دائمی زندگی نسل‌های بعد از آنان شده کوچ می‌کنند. با پناه بردن به یکی از حاکمان منطقه به نام سید درویش و اثبات بیگناهی این افراد، مورد استقبال یارستان گوران قرار می‌گیرند. از آن زمان تا به امروز این ایل در این منطقه ساکن و خود را پیرو و آیین یارستان می‌دانند. در منطقه هورامان و به طور کلی غرب کرمانشاه افراد پیرو آیین یارستان از طایفه قلخانی می‌باشند. اکثرا از طایفه قلخانی می‌باشند، چنان که می‌توان گفت تعداد زیادی از رهبران بزرگ مذهبی آنان هم از این طایفه می‌باشد و به همین دلیل است که اورامانات به جای اینکه بگن یارستان به مردم اونجا میگن قلخانی. یک مورد دیگه هم هست در مورد گوران که چون با اینا خیلی مشترک هستن از همه لحاظ، اینا باید یه توضیح کوتاهی بدم. محققین و نظریه پردازان درباره معانی واژه گوران نظرات متفاوتی ارائه کردن، چنان که نظر دکتر توفیق وهبی در این مورد بدان وجه هست که این گروه از مردم کرد را گوران گفتند، چون در اصل مقیم دشت و صحرا بودند. اما علاوه بر آن گوران معانی دیگری را نیز در بر دارد. از جمله بعضی دیگر از صاحب نظران بر این عقیده‌اند که گوران در اصل گور یا گوران بوده است و به آن دسته از کردانی گفته می شد که در سرزمین های اسلامی زندگی می کردند اما بر دین اسلام نبودند و در نتیجه به حکومت اسلامی سرانه پرداخت می کردند. گوران زبانان دارای ریشه تاریخی کهن در ایران زمین هستند، چنان که مینورسکی بر این عقیده است که خود واژه گوران هم به معنای آتش پرستی است. در کردستان به گوران ها کلاه سفید می گفتند. به نظر می رسد که یکی از مناطق اصلی محل سکونت گوران ها درنه یا درنشار در مسیر رودخانه زمکان بوده است که در تقابل طایفه قلخانی، مهمترین طایفه گوران زبان، با طایفه باباجانی جاف زبان، این منطقه تا دشت هور و بخشی از ازگله تا دامنه های کوههای دالاهو به تصاحب طایفه باباجانی افتاد و طایفه قلخانی مجبور به عقب نشینی به دامنه های کوه دالاهو شدند. اما باقی محمد در کتاب تاریخی موسیقایی کرد می نویسد که طایفه گوران قریب 1000 سال است که بر آیین یارستان استوارند و در این مدت طولانی مراسم آیینی را در جمعخانه ها و با آواز مور و سازهای آیینی علل خصوص تنبور برگزار می کردند. متون مقدس آیین هم به این زبان نوشته می شد. در نتیجه با ترکیب شعر به اضافه زبان به اضافه مذهب و موسیقی
این آیین و زبانش را که به همراه ساز موسیقیایی و آواز اجرا میشد گورانی نامیده و به کار برندگان آن را گوران زبان نامیدند. به نظر میرسد که این نظر بیشتر به واقعیتی که امروز ما میبینیم نزدیک باشد، چنان که امروز کردها هر نوع آوازی را که به همراه موسیقیایی اجرا شود گورانی مینامند. اما به نظر میرسد که اطلاق این نام بر آواز به اضافه ساز موسیقیایی در مورد گورانها صحیح باشد، چنان که در میان گوران زبانان آواز خواندن به همراه موسیقی رایج‌تر است و به ویژه این که قدمت تاریخی آن بیشتر می باشد و بنابراین از همین جا این اصطلاح را در معنای عام‌تر به کار بردند. شایان ذکر است امروز ایل گوران از لحاظ مذهبی به گورانهای اهل حق که در استان کرمانشاه ساکن بوده و گوران سنی مذهب که در موسر سکونت دارند از کردستان ایران به آن منطقه کوچ کردند. گوران شیعه که از روستاهای هفتکده ایلام استان ایلام بوده و امروز عده کمی از آنان در حدود 28 خانوار در این روستا باقی مانده و ما باقی به شهرهای اهواز، خرمشهر، کرج، تهران در ایران و شهرهای بغداد، کوت و هومه آن در عراق مهاجرت نمودند. یه توضیح کدام در مورد یارستان بدم. یارستان این واژه از دو کلمه یار به اضافه سان تشکیل شده است. واژه سان از واژه میدیایی ساتراب به معنای فرمانروا و حاکم آمده است. چنان که محمد بهاءالدین در کتاب تاریخ اهورامان می نویسد که مادها به ساتراب نشینان معروفند. فرهنگ نامه های اروپایی هم نوشتند که ساتراب مادی همان فرمانروایان سرزمین ماد هستند. یارسان نامی است که بر پیروان آیین سلطان سهاگ اطلاق می شود و به معنای مرید و یاور سان می باشند. دلیل نامگذاری سلطان سهاگ به سان هم بدین خاطر است که سلطان هنگام حرکت از زادگاه خود شارزور به پردیور یک منطقه جمخانه را تشکیل داده و با یافتن پیروانی که بر اطراف حکمرانی می کرده و در نتیجه به ساتراب و حاکم آن منطقه یعنی سان مبدل گشته است. یارانش هم به یاران سان یا یارسان مشهور گردیدند. از نامهای دیگر یارسان اهل حق، کاکی، آیین یاری، حواری می باشند. یارسان از فرقه های اسلامی نیست. از دیدگاه برخی مراجع شیعه مانند بهجت پیروان آیین یارسان کافر و نجس می باشند. از دیدگاه برخی دیگر از مراجع مانند سیستانی و صافی گلپایگانی این فرقه در هر حال زاله هستند. برخی دیگر نیز مانند مکارم شیرازی آنان را در صورتی پاک می داند که به شهادتین و نبوت باور داشته باشند. در مورد جنگ ایران و عراق هم تعداد زیادی از این یارستانی ها یا خلخانی ها کشته شدند و متاسفانه آمار رسمی نیست، که یک موضوع کوتاهی هم در مورد این گذاشتم. تا کنون آمار رسمی از کشته شدگان و جانبازان جامعه یارستان در جنگ ایران و عراق اعلام نشده است. اما مشاور عالی استانداری کرمانشاه در سال 1394 اعلام کرد 788 تن از پیروان یارستان در استان کرمانشاه در طول جنگ ایران و عراق کشته شدند که حکومت جمهوری اسلامی آنها را به عنوان شهید معرفی کرده است. وی همچنین اعلام کرد که 1598 تن از مردم یارستان نیز دارای عنوان جانباز و 134 نفر نیز دارای عنوان آزاده هستند. این آمار پیروان یارستان در استانهای دیگر را در بر نمیگیرد. یک موضوعی هم در مورد منابع درآمد این ایل و چگونه زندگی خود را میگذرانند، اینم آماده کردم که به سمع شما میرسانم. ایل خلخانی یکی از ایلهایی است که به واسطه کوهستانی بودن محل زندگی آنان بیشتر مردم آنان به دامپروری و باغداری و کشاورزی مشغول می باشند و نیاز اقتصادی خود را بدون حمایتی از دولت و در دل طبیعت به دست می آورند. محصولاتی همچون سبزیجات، گردو، میوه و میوه‌های تابستانی در بخش باغداری و کشاورزی و فراورده های لبنی و گوشت و عسل در بخش دامداری حاصل فعالیت‌های روزمره مردم می باشد که با زحمتی بسیار
و به دور از امکانات مناسب کشاورزی و امکانات رفاهی زندگی به دست می آورند. در این میان به دلیل عدم حمایت‌های مالی دولت از یک طرف و از طرف دیگر عدم وجود نهادهای برای خریداری محصولات آنان، سود حاصل از این محصولات به جیب دلالان و سودجویانی می رود که هیچ نقشی در به ثمر رسیدن این محصولات نداشتند. از دیگر شغل‌های رایج در بین این مردم می توان به کسب و کارهای کاذب مانند فروش مواد غذایی و میوه با وانت اشاره کرد که میان مردم به علت عدم داشتن شغلی مناسب رواج پیدا کرده است. این شغل تا همین چند ماه پیش مرهمی بود بر زخم اقتصادی این مردمان که تنها به علت داشتن آیین متفاوت از شغل‌های رسمی دولتی و غیر دولتی محروم مانده بودند. اما از چند ماه پیش با اجرایی شدن طرح مالیات بر کارخانه‌ها کارخانه‌های مورد استفاده مردم برای معاملات روزمره نمکی شورتر بر زخم اقتصادی آنها پاشیده شد تا روز به روز فقیرتر و حاصل زحمت آنان به خزانه‌ای برود تا تیغ گردنزنی فرهنگ‌های گوناگون ایرانی در جهت از بین بردن این ایل برنده‌تر شود. گولبری از شغل‌هایی می‌باشد که با نام مردم کردزبان گره خورده و روزانه در رسانه‌های عمومی از جمله رسانه‌های حقوق بشری شاهد کشته و زخمی شدن افراد گولبر به واسطه نیروهای نظامی حکومت، انفجار مین، سقوط از ارتفاع و بسیاری خطرات دیگر هستیم. مردم ایل قلخانی نیز به واسطه نزدیک بودن به مرز اقلیم کردستان به علت فقر به هیچ شغل به همچین شغلی روی می آورند که در نتیجه آن به مانند گولبران سایر نقاط کشور کشته، زخمی و یا دستگیر می شوند و مورد ضرب و شتم نیروهای حکومتی قرار می گیرند و به جریمه های سنگین و حبس های بلند مدت محکوم می شوند. خودسوزی های اعتراضی در ماه خرداد سال 1392 سبیل یکی از زندانیان یارستان به نام کیومرث در زندان همدان به زور تراشیده که این اقدام توهین به آداب و رسوم پیروان این کیش به شمار می رود. پس از این واقعه یکی از جوانان یارستانی همدان به نام حسن رضوی به نشانه اعتراض در مقابل فرمانداری همدان اقدام به خودسوزی کرد و در بیمارستان درگذشت. در بامداد چهارم خرداد ماه همان سال یکی دیگر از پیروان آیین یارستان به نام نیکمراد طاهری در برابر دوربین خود را آتش زد و ساعتی بعد جان باخت. در بامداد شنبه پنجم مرداد همان سال یکی دیگر از پیروان کیش یارستان در نزدیکی مجلس شورای اسلامی ایران اقدام به خودسوزی کرد. در پی این خودسوزی ها رفتارهای توهین آمیز عده‌ای از پیروان آیین یارستان تجمع اعتراضی برگزار کردند که البته در سخنانشان تاکید کردند که خواسته هایشان سیاسی نیست و تنها خواهان ملاقات با مسئولان برای مذاکره در جهت جلوگیری از رفتارهای توهین آمیز با پیروان یارستان و نقض حقوقشان است. امکانات ضعیف آموزشی فرهنگ غالبا به معنا و مفهوم پیشرفت طبیعی انسان به کار رفته و عامل عمده‌ای در تاثیرگذاری فرد، گروه و یک اجتماع در محیط مادی خود به منظور ترقی و پیشرفت به کار می رود. فرهنگ امری تعلیمی، تربیتی و اکتسابی است، یعنی غریزی و وراثتی نیست، اما فقط با تعلیم و تعلم اراده و کسب و اکتساب اختیاری به وجود نمی آید، بلکه تأثیر گذاری های خود به خودی ناشی از محیط زندگی و نشو و نمای آدمی پدید می آید. لذا می توان گفت که فرهنگ میراث اجتماعی است و لازم است که هر نسل که به هر نسل جدیدی آموخته شود. در همه جامعه ها میراث فرهنگی مورد اعتناس و چون بر اثر غفلت ممکن است از میان برود، از این رو انتقال آن به افراد جامعه به ویژه نسل های جدید اهمیت خاصی پیدا می کند. عدم آموزش مناسب و نبود امکانات لازم آموزشی و همچنین آموزش ایدئولوژیک اسلامی شیعی را نمی توان در سراسر کشور منکر شد، اما آنچه که آموزش فرزندان این ایل را از شهرها و روستاهای دیگر متمایز می سازد نبود حداقل ها می باشد. به دلیل دور بودن محل زندگی مردمان این ایل از مرکز شهرستان های مانند شهر سرپل زهاب و سلاس باباجانی و عدم امکانات مناسب برای عیاب و زهاب و به دنبال آن هزینه بالای رفت و آمد و همچنین عدم وجود مدرسه در بیشتر روستاهای این ایل، بسیاری از کودکان و نوجوانان از تحصیل و یا ادامه تحصیل در سطوح بالاتر باز می‌مانند
که همین آینده مبهم را برای آنان به واسطه وجود دو دنیای متفاوت، یکی مجازی و دیگری واقعی، در قرن ارتباطات رقم خواهد زد. تغییر آیین از آنجایی که انسان موجودی فرگشت یافته است و مغز ما برای بقا فرگشت پیدا کرده است، همه ما انسان‌ها در صورت عدم وجود قانون مناسب برانیم تا بقای خیش را حفظ کنیم، هرچند به قیمت از دست رفتن فرهنگ‌ها، آداب و رسوم و حتی انسان‌های دیگر باشد. بنابراین مردمان این قوم از این فرگشت انسانی مستثنا نیستند و در مورد بسیاری برای بقای خود دستخوش تغییرات ناخواسته در آیین و فرهنگ خود می‌شوند و به اجبار به دین اسلام شیعی گرایش پیدا می‌کنند. این فرگشت مغزی همان چیزی است که جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل حکومت خود از آن نهایت بهره را برده و تا به امروز اهداف خیش در جهت نابودی قومیت‌های رنگارنگ، فرهنگ‌های ایرانی و یک شکل کردن آنها در قالب اسلام شیعی به پیش برده است. سیاستی که جمهوری اسلامی از آغاز تشکیل در مناطق بسیار فقیرنشین دنبال کرد، تغییر دین افراد جهت پذیرش آنها در امت اسلامی بود. نیروهای مکتبی تحت پوشش جهاد سازندگی به مناطق بسیار فقیرنشین اعزام شده و تلاش می‌کنند خدمات خود را به بهانه تشویق ساکنان به تغییر دین خود قرار دهند. بسیاری از مناطق حاشیه‌ای کشور از حیث امور جاری هم مانند کشورهای اشغال شده مدیریت می‌شوند. فرماندهان، رؤسای نیروهای انتظامی و سپاه و بسیج، قضات دادگستری، نیروهای امنیتی و مدیران ادارات محلی همه از مرکز اعزام می‌شوند و بیشتر آنها هیچ ریشه‌ای در منطقه ندارند. از نگاه حکومت، اقوام ایرانی نه بخشی از ملت ایران و نه یک سرمایه انسانی و فرهنگی، بلکه تهدیدی امنیتی به حساب می آیند. مردم ایر قرخانی به واسطه جغرافیای محل زندگی بر آیین یاری هستند، اما حکومت جمهوری اسلامی به مانند سایر ادیان و آیین‌ها و آیین‌های باستانی ایران بران است تا آنان را به حلقه دین اسلام شیعی وارد کند و از ابتدای حیات خود تا به امروز در این جهت حداکثر توان خود را به کار گرفته است. از جمله فعالیت‌هایی که در این راستا انجام شده است، همانطور که اشاره کردم، پذیرش مردم این ایل در شغل‌های دولتی و غیر دولتی، پذیرش مردم این ایل در شغل‌های دولتی و غیر دولتی به شرط مسلمان شدن و انجام فرایض دینی مسلمانان مانند نماز و روزه و غیره می باشد. هرچند این کار برای ریاکاری و تبلیغ در بین این ایل باشد تا افراد دیگر ایل را با تغییر آیین خود را به آلتی در دست نظام در جهت پیشبرد اهداف خیش تبدیل کنند. ظلم و ستم در جمهوری اسلامی بر مردم این ایل به اینجا ختم نمی شود و آنچه که حیات مردم این ایل را بیشتر از فقر، عدم امکانات آموزشی و تبعیض به واسطه داشتن آیین خاص تهدید می کند، عدم وجود امنیت جانی به دلیل رشد گروهک‌های تندروی اسلامی در منطقه مانند داعش و غیره می باشد. همین یک سال گذشته بود که به علت درگیری خونین بین مردم یارستان و اهل سنت بر سر مراتع دامی تعدادی کشته و زخمی شدند. در این میان چندین تن از ملایان سنی مذهب و بسیاری از افراد تندرو تحت حمایت آنان بدون سانسور کردن هویت خود و با خیالی آسوده در فضای مجازی مردم این ایل را کافر و نجس می‌خواندند و هر کدام از آنان به راحتی حکم قتل آنان را صادر می‌کردند. این تهدیدات تنها به فضای مجازی محدود نشد و بعد از آن تعدادی از روستاهای یارستان نشین یارستان سرکوزه‌ها و دالاهو مانند روستای قلعه بهادری مورد هجوم مسلحانه قرار گرفتند که در این میان تعدادی از اهالی این روستاها زخمی و برای درمان به مراکز درمانی و بیمارستان‌های مرکز استان منتقل شدند. اقدام نیروهای حکومتی در قبال این حملات نتیجه عکس داشت، به صورتی که تعدادی از اهالی روستای مورد هجوم واقع شده را دستگیر و تا به امروز نیز بدون اتهامی مشخص یکی از آنها در زندان به سر می‌برد و چندین تن از آنها با وثیقه‌های سنگین به صورت موقت آزاد شدند. مرسی که به سخنرانی من گوش دادین. اگر سوالی هم هست من در خدمت شما عزیزان هستم. ممنون از جناب ترغیبی عزیز. دوستان اگر نقطه نظری در مورد صحبت های جناب ترغیبی بفرمایید. جناب ناصری، مایک در اختیار شماست.
ممنونم آقای گلوردی. بعد خواستم یه تشکر بکنم از آقای ترغیبی به خاطر انتخاب این موضوع و معرفی یکی از اقوام و کار خیلی قشنگیه واقعا، چون هیچ شناختی واقعا ما از اقواممون نداریم، یعنی اقوامی که یه موقعی بودند در گذشته، حالا نه گذشته های خیلی دور، حالا 500 سال یا بیشتر، همین 50 سال پیش یا 100 سال پیش. متاسفانه هیچ شناختی از این اقوام نداریم که الان همشون یه جورایی محو شدن از روی کره زمین، اصلا انگار وجود نداشتن، انگار از قبل هم اصلا نبودن. یه کاری کرده جمهوری اسلامی یه جوری اینا رو محو کرده از روی کره زمین که اصلا انگار قبلا وجود نداشتن، و این خیلی بده، خیلی بده که ما اصلا هیچ شناختی از این اقوام نداریم. و یه پیشنهاد به نظر من خیلی خوبه که هر ماه بیایم یکی از اقوام اینجور معرفی بکنیم که بیشتر بشناسیم، بیشتر باش آشنا بشیم، تا از تاریخ و تمدن خودمون در واقع کشور خودمون یه اطلاعاتی داشته باشیم. همین، به نظر من خیلی خوبه این پیش در حد یک پیشنهاده. ممنونم از شما آقای بلوردی، مایک آزاد. ممنونم جناب ناصری. بله، به نکته بسیار خوبی اشاره کردیم، البته خالی از لطف هم نیست، همیشه بحث اقوام شیرینه، آداب و رسومشون، نوع زندگیشون همیشه جالبه. بفرمایید خانم موشیفه. سلام، عرض ادب دوباره دارم خدمت دوستان و همکاران گرامی. بنده هم میخواستم همین موضوع رو خدمتتون عنوان کنم که خیلی عالی بود، و در رابطه با این مسئله که واقعا ما اقوام ایران رو شاید اصلا نشناسیم، شاید اصلا اسمش حتی به گوشمون هم نخورده باشه، و خیلی خوبه که دوستان حالا هر کدومشون به شخصه در قومیت خاصی، در ایل خاصی باشند، و مثل صحبتی که آقای ناصری فرمودند، اینکه ما هر ماه بیایم و یکی از اقوام ایران رو معرفی کنیم، مثلا یه برنامه بگذاریم در ادامه، مثلا حتی بحث‌های قبل از مثلا حالا بحث آزادمون این کار رو انجام بدیم و هر دفعه یک ایلی رو معرفی کنیم. البته ما خودمون از این ماه قرار گذاشتیم که در رابطه با اقوام ایران صحبت کنیم و هر دفعه در رابطه با در بحث آزادمون این نکته رو در نظر بگیریم و فرهنگ قومیت‌های هر قسمت از مملکتمون رو معرفی کنیم. ولی حتما ممنون میشم که در کانون این کار انجام بشه، مخصوصا در کمیته اقوام، و همچنین این برنامه رو در رادیو هم قرار بدیم که آقای پرویز زحمت کشتن و در چت نوشتن، خیلی خیلی خوب میشه، چون واقعا ما شاید بگم که هزاران ایل و هزاران قومیت در ایران وجود داره، ولی که چون مشخص نیست، چون که کسی به دنبالش نرفته، اینها ناشناخته شدن. ممنون از شما، ممنون آقای ترغیبی، خیلی عالی بود. آقای ترغیبی بفرمایید، مایک در خیال شماست. ممنونم از خانم مباشریفه. بله، همونجور که فرمودین ما اقوام زیادی داریم در ایران، و خیلی خوب بود به نظر ما، پیشنهاد بسیار عالی. بفرمایید جناب ترغیبی. سپاس از همه دوستانی که نظر خودشون رو گفتن. به نظر منم کار عالیه که این کار رو انجام بدیم، و من همین رو در رادیو هم اجرا کردم، و متاسفانه به علت این که در طول 3 دقیقه بود زیاد اطلاعات آنچنان نتونستم بدم، ولی در کل یک خلاصه کاملی از این ایل گفتم، و متاسفانه بعد از این که وارد کار ادیت شدم و سر کار اینا رفتم، دیگه نتونستم به فعالیتم تو رادیو زیاد ادامه بدم. و امیدوارم اگه دوستانی هستن اطلاعاتی دارن که در این مورد هست برای من بفرستن، و من بتونم توی رادیو توی اقوام اینا رو اجرا کنم. من متاسفانه اطلاعات زیادی در مورد اقوام ایرانی ندارم، در مورد بعضی هاشون دارم ولی در مورد بعضی هاشون اصلا اطلاعات ندارم، یا بعضی مواقع به گوشم میخوره تعجب میکنم، میگم اینا کجای ایران هستن. در این حد توی رسانه ها ما نداشتیم، توی رسانه های دولتی، و این یکی از اهداف رسانه های دولتی که اقوام ما رو از بین ببره، فرهنگ های ما رو از بین ببره، و در جهت یکی شدن و اسلامی شیعه گری خود حکومت داره پیش میره این حرکت. امیدوارم ما به اصل خیش برگردیم، با
وجود قوانین مدرن بشری در کنار هم با صلح و آرامش زندگی کنیم و این درگیری های قومی هم که من بهش اشاره کردم توی این سخنرانی با آگاهی خود مردم از می بره، چون واقعا حکومت در این جهت هیچ کاری انجام نمیده. ممنون و سپاس از شما. ممنونم از جناب ترغیبی. بله، این شما ببینید هرچی حکومت یک دست باشه، یعنی همه اگه یه رنگ باشن، خب مسلماً کنترل کردنشون خیلی راحت تره. همه جای دنیا اینجوری، یعنی فقط جمهوری اسلامی اینجور نبوده. شما مثلا تو همین اروپا که مهد تمدن بوده، 20 سال پیش شما یوگوسلاوی رو ببینید، سرب و اکثریت رو داشتن و مثلا آلبانیایی ها، کوزوویی ها یا مثلا کروات ها اقلیت بودن. سرب ها میخواستن یه دستسازی بکنن و اون جنگ بالکان مشهور و اون مشکلات پیش اومد. یعنی همیشه هم جواب نمیده، برعکس. شما اگه تمام کارشناس های دنیا، تمام نویسنده های دنیا، تمام روانشناس های دنیا همین 43 سال می نشستن مردم ایران می گفتن که بابا مثلا اگه اسلام دینی، حکومت دینی بیاد، این بلا سرتون میاد، هیچکی باور نمی کرد. ولی خوشبختانه جمهوری اسلامی کاری کرده که الان همه از اون بردارن. یعنی شما مثلا، من خودم کارمند بودم، به جد میگم 99% کارمندای دولت یا حداقل اونایی که من دیدم نماز جمعه رو فقط به خاطر اضافکاریش میرن. یعنی اصلا حتی نمیدونن اصلا چی هست. من همکارای خودم حتی نمیدونستن، یعنی اصلا رکعتاشو، اصلا خطبه‌هاش هم نمیدونن، یعنی فردا ازشون پرسی نمیدونستن. تو مدرسه هم همینجوری. یعنی شما همش ظاهره، همش ظاهره. من یه مثال براتون میزنم. شما دو روز قبل از اینکه آمریکا به عراق حمله بکنه، بشینین تو یوتیوب مصاحبه های پسر صدام و صدام هست و فرمانده های ارتش، ال میکنیم و بل میکنیم و میزنیم و میترکونیم و آمریکا رو محو میکنیم. روزی که آمریکا حمله کرد، تمام فرمانده ها در رفتن، صدام هم که اون حال روزی شد، مردمی هم که هر روز رو سر صدام گل میریختن و کل میکشیدن تو خیابون صدام، تیر هوای فیلماش هست. ببینید همین مردم بغداد چقدر برای صدام کل میکشیدن. اما موقعی که بعد ازش حمایت میکردن، معلوم شد که همه ظاهر بوده. هیچکی حتی به صدام که هیچی، حتی به دولت عراق هم اعتقاد. شما دیدین داعش تو سه روز نصف عراق رو گرفت. یعنی حتی مردم به دولت هم اعتقاد نداشت. بفرمایید جناب حمزه زاده. با سلام مجدد، خواستم تشکر کنم از آقای ترغیبی بابت سخنرانی خوبشون و همچنین پیشنهادهایی که دوستان دادن برای درست کردن این برنامه که بتونیم اقوامو بیشتر بشناسیم. فقط من یه پیشنهاد داشتم، در حد پیشنهاد. تو هفته قبل توی جلسه که توی جنوب آلمان بود مطرح کردم، اینکه اگر قراره که ما در مورد اقوام بیشتر بدونیم، چقدر قشنگ میشه که ما خودمونم توی این جایی که هستیم ایرانی، هر کدومون یه اصالتی داریم، یه بالاخره زبان مادری جداگونه ای داریم. چقدر قشنگ میشد که دوستانی که کردن بیان در مورد اقوام ترک ها بررسی کنن، با لهجهشون در مورد ترک ها صحبت کنن، و برعکس کسایی که ترکن در مورد کردا یا بلوچ، یا اینجوری نباشه که مثلا منی که ترکم بیام فقط در مورد آذری ها بیام مثلا مطلب بیارم، چون حس میکنم این از دهن کسی که اون اصالت رو نداره خیلی قشنگ تره و به ما یاد میده که ما با هم باشیم و به اقوام احترام بذاریم. چون من دیدم دیگه، هر همیشه اینجوری بوده واقعا که هر کسی، مثلا من که ترکم فقط در مورد ترکا صحبت کنم، هیچ وقت نیومدم در مورد کردا صحبت کنم، و کسی که کرده همیشه در مورد کردا صحبت کرده، هیچ وقت در مورد بلوچا صحبت نکرده. می‌خواستم اینم اضافه کنم به این پیشنهاد، شاید به کارآمد باشه. ممنونم. ممنون جناب حمزه‌زاده. بله بسیار عالی بود، خیلی هم خوب، به نظرم مفید هم هست. هم اطلاعاتمون نسبت به هموطنامون، بلکه اصلا همشهریامون. شما تا خیلی از استانای ایران چندین قوم کنار هم هزاران سال دارن زندگی میکنن و هیچ موقع هم هیچ مشکلی با هم نداشتن، مگه شیطنت‌های حکومت‌های وقت میتونم بگم بیشتر باعثش بوده، یا جهلای مقطعی. حالا نمیشه بگیم جهل دائم، توی مقطعی واقعا مثلا یه چیزی، یه باوری تو اون منطقه بوده. ولی خب خدا رو شکر خیلی بهتر شده الان،
این شبکه‌های اجتماعی، فعالین حقوق بشر، اطلاعاتی که در جامعه هست، نگاهی که مردم نسبت به هم دارن، فکر میکنم نسبت به گذشته خیلی عالی شده و اقوام هم در ایران خوشبختانه، حالا اگه نخواهیم کلی بگیم، همه اقوامی که ما داریم خودشون واقعا یه جامعه زیبا، چه لحاظ هنری چه لحاظ نوشتاری، یعنی واقعا خودشون یه قاره ای ان هر کدوم ما شاید بخوایم بگیم. چون مثلا من خودم تو اروپا ندارم، واقعا نیست، آدم واقعا قصه میخوره که این همه هنر، این همه لهجه های گوناگون، زبان های گوناگون، فرهنگ های گوناگون ما داریم و نمیتونیم ارتباط باش برقرار کنیم یا نمیذارن، ولی اینجا چقدر استقبال میکنن از هنر ایرانی، مثلا موسیقی سنتی ایرانی یا لباس های سنتی ایرانی، اصلا میبینن کیف میکنن. بفرما جای مترقب. متاسفانه یک موردی هست که جمهوری اسلامی از هر فرهنگی اون چیزی رو برداشته که تعصب بهشون بده، تعصب علکی، چیزی به اسم خیرت، مثلا میان تو میگن کردا با غیرتن و نمیدونم ناموس پرستن و از این کلمات استفاده میکنن براشون، و اون چیزی که در راستای خودشونه توی رادیو و توی رسانه اعلام میکنن. مثلا این وزیر کی اسمش بود که قبلا توی صدا و سیما بود، اومد تو کرمانشاه، فکر کنم ویدیوش هم دیدین توی فضای مجازی، میگه مجسمه هرکول نمیدونم کرمانشاهی‌ها گفتن پهلوانن و اومدن این مجسمه رو اینجا ساختن. یه داستانی برای خودش از خودش در میاره، وزیر میراث فرهنگی، یعنی واقعا یه تمسخر بزرگیه این. و اینا در جهت اهداف خودشون فقط اون چیزایی رو که خودشون میخوان به مردم نشون میدن، حتی با طنز و با خنده و مثل جوکسازی و از این موارد. یه موضوع دیگه هم بگم که آقای حمزه‌زاده عزیز به نکته خوبی اشاره کردن و من خودم به شخصه چون کرد هستم در مورد اقوام دیگه نهایتش اینه تو اینترنت بگردم یه مطلبی رو پیدا کنم. در این جهت آقای گلسفیدی عزیز مسئول کتابخانه ماهانه یک کتاب از اقوام میخواد. اگر کتابی در دسترستون هست در مورد اقوام ایرانی، در مورد کل ایران که اقوام زیادی داریم، کتابی در دسترس بود با خانم مباشریفر در میان بذاریم که حتما توی سایت کتابخانه کانون بذاره. مرسی، ممنون. ممنونم از شما. بفرما جناب حمزه‌زاده. باشه، من دوباره پس میگیرم دستم، میگم که توی راهپیمایی هایی که الان توی ایران صورت میگیره اگه دقت کرده باشیم، مثلا شیراز شلوغ میشه هیچ اتفاقی نمیفته، مثلا اصفهانی‌ها با شیرازی ها لجن، یا مثلا ترک‌ها با فارس ها لجن، یا همیشه این داستان بوده که هر شهری کناریش با هم لجن. یعنی واقعا خودمون میدونیم دیگه، الان شیرازی‌ها و اصفهانی‌ها، ارومیه‌ها با تبریزی‌ها، سنندجی‌ها با کرد، کرمانشاهی‌ها، و این یه سیاستی که خود دولت داره خودش رهبری میکنه و میخواد همینطوری باشه. چون اگر غیر از این باشه، وقتی که یه شهری بیاد راهپیمایی کنه، بیاد تو خیابون، بقیه به حمایتش میان بیرون. ولی متاسفانه اینطوری نیست و ما اینو میدونیم و همینجا ما این فرصت رو داریم که حالا به هر حال کم و زیاد این فرهنگ رو جا بندازیم. الان مثلا من یه قومی رو میشناسم، ترکه، خودم نمیام در موردش برنامه درست کنم، میارم میدم به یه دوستی که کرده، و همینطور برعکس تو اینترنت به هر حال کتاب یا این چیز میتونیم پیدا کنیم و با همدیگه مشارکت بکنیم. و من اگر خودم شخصا برم در مورد قوم همین دوستمون الان داشتم صحبت میکنم، خودم شخصا برم در موردش تحقیق کنم، هم برای من خیلی تأثیرش بیشتره، هم برای کسی که داره گوش میکنه تأثیرش بیشتره. ولی اگر غیر از این باشه یه جورای تعصبی میشه. ما باید خودمون اینجا اینو بفهمیم و در تو این مسیر قدم برداریم، حتی اگه کوچیک، مشکل نداره، شاید خیلی کوچیک باشه ولی خیلی خوبه. و مخصوصا کسایی که خانواده دارن، بچهای کوچیک تو خونه هستن، وقتی این موضوع رو ببینن روشون تاثیر میذاره. اون بچه‌ای که از همشون خانواده میاد بیرون دیگه نمیاد تو مدرسه بگه ما ترکیم بهتریم یا ما کردیم بهتریم، هیچ وقت این حرفو نمیزنه. ولی الان ما شاهد این داستان هستیم و خیلی از پدر مادرها اصلا بدون اینکه به این موضوع آگاه باشن تو خونه میشینن و یه حرفایی میزنن که رو بچه تاثیر میذاره. خواستم همین رو اضافه کنم. ممنونم.
ممنون جناب حمزه‌زاده. بفرمایید جناب دادخواه. خواهش میکنم. خواستم سلام و عرض ادبی کرده باشم خدمت شما و همکاران عزیز و اینکه پیرو صحبت دوستان من هم چند مطلب اضافه کنم. ببینید ما که داخل ایران زندگی میکنیم خواه ناخواه ایران به شکلیه که همطور که دوستان فرمودن مردمان زیادی توش زندگی میکنن، ملت‌های زیادی زندگی میکنن، اقوام زیادی توش زندگی میکنن و اصل کاری به نظرم اینه که ما باید همدیگر رو قبول کنیم ابتدای هر چیزی. یعنی که میگم همدیگر رو قبول کنیم، ما تغییر رو باید از خود خودمون شروع کنیم، یعنی از من نوعی دادخواه باید شروع کنم تغییر رو که اقوام و ملت‌های دیگر رو قبول کنم. اگه اینجوری نباشه ما هرگز نمیتونیم انتظار داشته باشیم از حکومت مرکزی بیاد و ما رو قبول کنه. یعنی ما باید طرز فکر خودمون رو اصلاح کنیم، واقعا باید به حقوق همدیگه احترام بذاریم، باید ملیت و نژاد و رنگ و دین و یکدیگر رو محترم بشماریم، به هم توهین نکنیم و همدیگر رو مسخره نکنیم. اینو ما بالاخره میبینیم دیگه، بالاخره ما نمیتونیم اینو منکرش بشیم که داخل ایران هستن که همدیگر رو مسخره میکنن. و میخوام بگم دوستان، مردمان فارس و کرد و ترک و بلوچ و عرب و سایر مردمان ایران، همه فارغ از هر نژادی، هممون انسان هستیم. بیاید این اصل واقعا محترم بشموریم و باور کنیم که ما همه از خاک به وجود اومدیم و یه روزی به همین خاک هم برمیگردیم. پس به همدیگه فخر نفروشیم و گذشته رو واقعا به رخ همدیگه نکشیم. خیلی متشکرم، صحبت بنده بود و وقتتون رو گرفتم. ممنونم که گوش دادید. ممنون از جناب دادخواه. دوستان بحث آزاد رو شروع میکنیم. بحث آزاد امروزمون در مورد فرهنگ و تمدن اقوام ایرانی. در این قسمت با در مورد قوم عزیز بلوچ‌های عزیز میخوایم صحبت بکنیم. من یه مختصری در مورد قوم بلوچ با شما صحبت میکنم، بعد دوستان نقطه نظراتشون و اگه آشنایی داشتن، دیداری داشتن، میتونن با ما در میون بذارن. بلوچ ها در منطقه به وسط 690 هزار کیلومتر مربع در جنوب شرقی و شرق و در همسایگی دریای عمان، افغانستان، پاکستان و کرمان زندگی میکنن. منطقه خشک و گرم با بارش بسیار کم که از طریق قنات‌ها بیشتر مردم آب شربشون رو تأمین میکنه. به واسطه همین شرایط آب و هوایی سکونتگاهشون خیلی با هم فاصله داره و پراکندگی جمعیت در بلوچ‌ها خیلی زیاده. بلوچ‌ها بیشتر کشاورزیشون کشت مرکبات و خرماست. چون شباهت‌های آب و هوایشون به منطقه هندوستان خیلی زیاده، میشه گفت که محصولاتی مثل تمر هندی، نارگیل و انبه و موز و انجیر هم تو منطقه کشت میکنن. آثار و شواهد تاریخی نشون میده که بلوچ ها از هزاران سال قبل از اسلام در اونجا بودن و در کتیبه بیستون و تخت جمشید از این منطقه به نام ماکا یاد شده. در گذشته تو منطقه باتلاقای زیادی وجود داشته. بعضی ها معتقدن که کلمه ماکا از آراینا در زبان سانکریست که به معنی باطلاق بوده گرفته شده، که کلمه به وجود اومده به نام مکران که از مکا و آراینا گرفته شده. به خاطر همین اون سرزمین و سرزمین مکران هم نام می برد. گفته میشه اسکندر مقدونی بعد از لشکرکشی به هندوستان در راه برگشت از این منطقه داشته عبور میکرده که به خاطر شرایط بسیار بد آب و هوایی و وجود ریگ ها با مشکلات خیلی زیادی مواجه. از اون طرف هم خب مردم بلوچ در تمام ادوار تاریخ بسیار مردم جنگجو بودن. گفته میشه که خیلی هم مردم بلوچ تو منطقه مقاومت از خودشون نشون دادن و سردارهای بزرگی اونجا بودن که خیلی مشکلات برای اسکندر در بلوچستان ایجاد و حتی لشکرش به گفته بعضی از منابع تاریخی کامل
تقریبا 90% بیش از 90% لشکرش از بین رفته بود. در دوره اسلامی زمان خلیفه دوم اعراب هم این منطقه دستخوش درگیری بوده که یک حاکمی رو خلیفه اعراب اون منطقه میفرسته، ولی خب به خاطر مقاومت مردم اون خلیفه به ناچار از اونجا فرار میکنه. در دوره سلجوقیان هم تا توابع کرمان اشغال شده اون منطقه، در زمان افشاریان و بعد از نادر حکومت تسلط چندانی به بلوچستان نداشت. زبان مردم بلوچستان زبان بلوچی هست که در بعضی قسمت ها به دو قسمت شمالی که سرحدی و قسمت جنوبی که مکران گفته میشه تقسیم میشه، که یعنی یه مقدار لهجه هاشون با هم فرق میکنه، قسمت سرحد و قسمت مکران، یعنی قسمت شمالی و جنوبی. از ویژگی های اخلاقیشون بلوچ ها به خاطر اون شرایط آب و هوایی و اون منطقه که توش زندگی میکنن خیلی مردم سخت‌کوش و بردبار و صبور جنگ و جنگجوی هستن. از طرفی هم مردم بلوچ در تمام طول ادوار تاریخ به مهمان نوازی و دوستی های بسیار با شفقت معروف بودن. بلوچ ها اصلا اهل ریا و تعارف نیستن و بسیار بسیار زندگی ساده و یک رنگی دارن. اونها پایبند به عهدهایی که میبندن هستن، اعتقادها و باورهای خودشون رو هیچ موقع کوچیک نمیشمارن و اکثرشون سنی هستن. میتونم در مورد جشنهاشون عید قربان، عید اصلی مردم بلوچه، هم مردم بلوچ شیعه و سنی، عید اصلیشون عید قربان است و خیلی احترام میذارن. برای همینه که عید قربان در مناطق بلوچستان به عنوان مرکز وحدت بین این قوم شناخته میشه. عید نوروز رو هم خیلی محترم میشمارن. با شروع سال نو بلوچ ها خصومت و کدورت ها رو کلن فراموش میکنن، صلح و آشتی رو سر لوح خودشون قرار میدن، لباس های بسیار نو به تن میکنن و به دیدار دوستان و عزیزانشون میرن. محرم در بلوچستان هم البته وجود داره، در قسمت شیعه نشین مردم شیعه در اون قسمت محرم رو مراسماشو اجرا میکنن. آداب و رسوم ازدواج مردم، برای ازدواج و جشن و مراسم مردم هر اونجا بسیار ساده است و خیلی بهش بها میدن، چون در طایفه ها ازدواج باعث محکم شدن روابط حتی بین طایفه هایی که در اون مناطق هستن میشه. موسیقی و رقص هم که از هزاران سال پیش، از عهدهای گذشته حتی قبل از اسلام، جزوی جدا نشدنی از قوم بلوچ بوده. یعنی جوری است که از کودکی تا حتی لحظه مرگ با موسیقی عجین هستن مردم بلوچ. دوستان اگر تجربه‌ای و برخوردی با مردم بلوچ داشتن میتونن با ما در میون بذارن، یا وضعیتی که مردم بلوچ الان دارن بفرمایید. خانم مباشری فرم. عرض ادب دارم خدمت دوستان. خب ما در رابطه با قوم بلوچ خیلی اطلاعاتی که شاید نداشتیم به دست آوردیم، اما مسئله محرومیت مردم بلوچ است. محرومیتی که مردم بلوچ رو در تنگنا قرار داده. اگر که از همین صحبت‌های آقای بلوردی ما استناد کنیم، اونا حتی آب شرب ندارند. یعنی شما توی سیستان بلوچستان به خاطر خشکسالی و به خاطر اون موقعیت جغرافیاییش بدون آب هستن، یا خیلی آب کم دارن و مجبورن مردم بلوچ به خاطر اینکه دولت مردان جمهوری اسلامی هیچ به قول معروف به داد این افراد نمیرسه، مجبورن از قوتک ها که پر از آبهایی هست که نه شرب هست، نه قابل آشامیدن هست و پر از تمساح هست، و ما روزانه میبینیم که یا بچه ها در این قوتک ها غرق میشن، یا اینکه بر اساس این خوردن این آبها یا مسموم میشن، و یا
مورد حمله این تمساح‌ها قرار می‌گیرن و کشته میشن. مردم بلوچ واقعا محروم هستن، یعنی از هر لحاظی که شما فکر کنید محروم. اگر از لحاظ حتی پوشش لباسشون هم در نظر بگیریم، اونا حتی بعضی توی خیابون با لباس محلی رد بشن اونها رو میگیرن. من مایکرو رها میکنم دوستان دیگه صحبت کنن، 20 دقیقه مون رو رعایت کنیم، بعد دوباره صحبت بکنیم. در خدمتتون هست. ممنون خانم مباشریفر. بله شما درست فرمودین. من صحبت رو کوتاه میکنم دوست عزیز. جناب اگه اشتباه نکنم جناب آقای ناصری. ممنون آقای بلوردی. در رابطه با مردم بلوچ میخوام صحبت کنیم، یعنی فرهنگ و تمدن مردم بلوچ. ولی خب وقتی اسم بلوچ میاد، اسم قوم بلوچ میاد، یعنی اولین چیزی که واقعا آدم تو ذهنش میاد همون بحث محرومیت هست. یعنی واقعا هر چیزی ما در رابطه با محرومیت هایی که علیه قوم بلوچ یعنی داره اتفاق میفته بگیم واقعا کم گفتیم. یعنی واقعا اتفاقاتی که داره توی اون منطقه میفته، منطقه‌ای به اون وسعت با اون بزرگی واقعا کم گفتیم. یعنی مردمی که دارن اونجا زندگی میکنن، حالا مردمی که توی شهرهای بزرگ دارن زندگی میکنن مشکلات خیلی زیادی دارن، ولی مردمی که حتی توی روستاها هستن به قول خانم مباشری آب آشامیدنی ندارن. یعنی همون هوتکایی که میرن اون جاهایی که هوتک هست خیلی مثلا جای خیلی از نظر مثلا چجوری میشه گفت از نظر سطح لولی خیلی بالاست. یعنی جایی که بغلشون هوتک باشه خیلی بغل روستا هوتک باشه خیلی لولشون بالاتره. اون آبی که انقدر کثیفه که واقعا آدم حتی نمیتونه بهش نگاه بکنه. بچه‌ها مجبورن برن از اونجا آب بردارن تا بتونن، مسافت‌های تازه خیلی طولانی آبو با خودشون هم کنن بیارن خونه که تازه اون آبو بخورن. آبی که واقعا شاید اصلا ما نتونیم حتی بهش نگاه بکنیم. متاسفانه اتفاقات خیلی بدی داره تو اون مناطق میفته. حالا بحث آب و این چیزاش یه طرف، بحث اشتغالش هم هست. خب توی اون منطقه همونجوری که داریم میبینیم همه مردم تقریبا رو به سوخت‌بری آوردن، یعنی بیشتر مردم در واقع رو به سوخت‌بری آوردن تا بتونن کمی امرار معاش بکنن، چون واقعا شغلی نیست. من چندین بار بودم توی اون مناطق و به عینه دیدم واقعا چه اتفاقاتی میفته، چه صفای طولانی دم پمپ بنزینا فقط به خاطری که مردم بتونن بنزین بذارن. یعنی صفای شاید بالای 3 ساعت 4 ساعت توی صف شما باید بیستید اونجا تا فقط بتونید بنزین بزنید برای ماشینتون، چون واقعا گیر نمیاد، چون اکثر مردم مجبورن سوختبری بکنن اونجا و این سوختا رو همه رو قاچاق میکنن به سمت مرز. بنابراین اکثر پمپ بنزینا تعطیلن اونجا و شما وقتی میخواید ماشینتون بنزین بزنی حداقل باید 3 ساعت توی صف بیستید. تازه میگم اینا مال شهرهای بزرگی، حالا جایی که دور افتاده است واقعا یه جای خود. ممنونم، من صحبتامو قطع میکنم تا بقیه دوستانم صحبت بکنن. مرسی آقای بلوردی. ممنونم از جناب ناصری. منم صحبت رو کوتاه میکنم که عزیزان همه نقطه نظراتشون بفهمن. جناب ترغیبی بفرمایید. سپاس آقای بلوردی عزیز. من حدودا تا شاید بگم 8 سال پیش زمانی که اسم بلوچ به گوشم میخورد همش فکر میکردم طالبانی هم، فکر میکردم مثلا آدم کشن، اینجور برای ما جا افتاده بود. همینجور برای منطقه مناطق دیگه کردها اینجور جا افتاده بودن. یه دوستی با من برخورد کرد از خودش اصالتا نمیدم کجای بود ولی اهل تهران بود، منو تو تهران دید، گفت که کردها سر میبرن، تو کردی؟ گفتم آره. گفتم ببین آره آدمای اصلا سر میبرن و گوشت خارن، گوشت انسان میکنن. گفتم این چه حرفیه که شما میزنید؟ این آموزشی که متاسفانه جمهوری اسلامی به مردم داده، اینجوری این قسمت غرب با شرق و یه جوری آموزش داده که آره برین اون طرف اونا سر میبرن، برین طرف اینا سر میبرن. و دقیقا کاری که خودش داره انجام میده، کاری که زمان جنگ در حق کردها انجام دادن، سر کردها رو خودشون بریدن. من شنیدم، من از یکی از آشنایان نزدیکان شنیدم زمان جنگ از همین حزبای دموکرات و از اینا میگرفتن و واقعا به
صورت فجیع گفت توی روستاها جسدشو میکشیدن، سرشو میبریدن و در ملأ عام نشان میدادن. حالا اون کارهایی که خودشون انجام میدادن در اون زمان و الان هم انجام میدن به صورت مخفیانه و آشکارا دقیقا نسبت میدن به قومیت ها. ولی زمانی که من خوندم در مورد بلوچی ها، مثلا با دوستان بلوچ برخورد کردم، دیدم که نه واقعا همچین نیست. و یک دوست بلوچ، یک هموطن بلوچ یا یک هموطن کرد اگه میره توی گروهک ها در سخت‌ترین شرایط، در بدترین حالتش بگیم، این شخص آموزشی نداره، این شخص یک امکاناتی نداره برای رفاه زندگی، یا میرن کولبری مثل کردها، یا ببخشید میرن سوختوری مثل کردهایی که کولبری میکنن، یا اینکه جذب گروهک ها میشن چون امیدی برای ادامه زندگی ندارن. و من یک مطلبی رو بگم، این دیگه به حکومت هم ربط داره، بحث آموزشه، ولی مردم خیلی خیلی باید بیشتر از این چیزا مراقب باشن. متاسفانه یه خانواده هایی هست نمیتونه یه دونه دو تا بچه رو بزرگ کنه، به نیازهای اون بچه ها پاسخ بده، 5 تا و 6 تا و بیشتر از اینا بچه به دنیا میارن و این یک معضله. ما به جای اینکه بیایم یک بچه رو درست تربیت کنیم، میام 10 تا بچه میارم که هیچ خرجی نداره، خب در آینده مشخص این بچه نه آموزش داره، نه پوشاک درست حسابی، نه خورد و خوراک درست حسابی، معلومه یاست باید سوختوری کنه یا بره تو گروهک ها، بیشتر از اینم نیست. ممنون. ممنونم از جناب ترغیبی. البته بحث اون تعداد فرزندان فکر میکنم اینجا جاش باشه، درست هم نیست. خب من خودم از یه خانواده پر جمعیتی اومدم، اونقدرام دهه 60 ها کدوماشون وضعشون خوب بود که من وضعم خوب باشه، ولی خب خدا را شکر من که تو خودم ضعفی به اون صورت نمیبینم، یه ضعفای شخصیتی شاید داشته باشم، ولی علاوه بر تربیتی هیچ موقع جسارتی به کسایی که تعداد فرزند بالا دارن، چون ما هممون خدا رو شکر هم خواهر و برادر تحصیل کرده، تو اون شرایط سخت، تو اون شرایط کنکور، تو اون حالا خارج از بحث. ممنونم از دوستان، من زیاد وقت نمیگیرم، ولی دوستان مواظب اون بار منفی صحبت هاشون هم باشن. دوست بعدی جناب شایگان. درود مجدد خدمت همه عزیزان. وقتی از ایران صحبت میکنیم ناگزیر از اقوام مختلف صحبت میکنیم، وقتی از اقوام مختلف صحبت میکنیم از فرهنگ‌های متفاوت، لباس‌ها، رقص‌ها، خوراک‌ها، آیین‌ها و همه چیز متفاوت و خیلی زیبا و رنگارنگ و قشنگ، یعنی نمیتونیم هیچ کدوم از هیچ کدومی که بگیم این برتر یا اون ضعیفتر یا هرچی. اما در مورد بلوچ‌ها، منم مثل آقای ناصری چند باری رفتم بلوچستان، به گفته همه دوستان، خب وقتی اسم بلوچستان میاد ناخودآگاه محرومیت به ذهن آدم متبادر میشه، هرچند که توی کردستان، هرمزگان و سایر نقاط خیلی جاهای ایران محرومیت وجود داره، ولی بلوچستان واقعا مظلومه. اما با همه این مظلومیت مردم بی نهایت مهربان و دست و دلبازی داره، بی نهایت. اصلا باید برید اونجا و ببینید اون محرومیت رو که اصلا فکر نمی کنم هیچ جا آدم دیده باشه اونو، حتی تو فیلم ها. اما مهربانیشون هم فکر برم هیچ جا آدم نتونه پیدا کنه، انقدر که انسان های شریف و خوب و مهربانی هن. و موضوع دیگه در مورد فرهنگشون که شما صحبت کردید، در مورد رقص ها، بله رقص چوبشون که خب معروفه دیگه، خیلی رقص زیباییه، فکر کنم همه دوستان اگر دیده باشن که خب براشون جذابیت داشته، اگر ندیدن که پیشنهاد میکنم حتما ببینن. همین خواستم بگم که فرهنگ فوق العاده قوی دارن، مردم مهربانی هستن، ولی خب متاسفانه محرومیت بیش از حد دارن. ممنونم. ممنونم از جناب شایگان. بله ما حالا خب دوستان همه در مورد مشکلاتشون صحبت کردن، ولی واقعا جذابیت های قوم بلوچ، شما موقعی که مثلا من خودم داشتم تحقیق میکردم
واقعا اصلا همه اقوام، اشتباه نشه، همه اقوام کلن همین لباس های سنتی که می پوشن واقعا یک هنر بی نظیره. یعنی ما حتی روزی داریم در تقویم جهانی اگه اشتباه نکنم که به نام قوم بلوچ هست اگر اشتباه نکنم، حالا دقیقا خاطرم نیست ولی فکر میکنم یه همچین روزی حتی باشه تو چیز مال سازمان ملل. اما واقعا از لحاظ فرهنگی، از لحاظ هنر بی نظیرن. یعنی این قوم علاوه هنر، علاوه موسیقی واقعا فوق العاده. دوست عزیز ولی خانم رهایی بفرمایید، ما در اختیارشون. تشکر، خسته نباشید. میگم از بحث خوب و جالبی که انتخاب کردین و طی صحبت آقای شایگان میخواستم بگم که متاسفانه بله، اگه ما یه حکومت داشتیم که در پی این بود که مردم رو با هم متحد کنه و همه با هم باشن، ایران یه فرهنگ کاملا غنی با اقوام واقعا عالی داره که میشد شاید مثل بگم نمونه‌ای که تو ذهن خود من هست، مثل هندوستان یه سرزمین شاد و پررنگ میتونستیم داشته باشیم. هر قوم یه فرهنگ، یه طرز لباس پوشیدن، موسیقی‌های مختلف، ولی متاسفانه میخواد که همه رو از هم جدا کنه و که اتحادی شکل نگیره. و حالا طی صحبت‌هایی که آقای ترغیبی هم گفتن دقیقاً حرفشون رو من تایید می‌کنم، چون خود من به شخصه تا زمانی که نوجوان بودم این همیشه تو ذهنم بود و طی شنیده‌هایی که از دوستان توی مدرسه می‌شنیدم. خب من توی شیراز دنیا اومدم، بزرگ شدم و مثلا فارس زبان هستم و هیچ تجربه ای از دور و برم نداشتم، ولی همیشه همسن و سالان من این تو ذهنمون بود که کردها، البته من عذرخواهی میکنم، فقط خواستم حرف ایشون رو تایید کنم که بله مثلا کردها اگه که بری اونجا خیلی وحشتناک سر میبرن، خیلی خیلی، در صورتی که اینطور نیست. یعنی من زمانی که خودم میگم نوجوان بودم و پسر خالم سربازیش افتاد سنندج، همیشه یه وحشت داشتم که ای وای الان این میره اونجا سرشو میبرن، چون اینو شنیده بودم. ولی تا زمانی که رفت و بهترین، الان که دیگه خودش دیگه به قول خودش پیرمردی هم شده، بهترین دوستهایی که داره و قابل اعتمادترینش همون دوستهای کردی هستن که از دوران سربازی براش به جا موندن. و همچنین در رابطه با بلوچستان، سیستان بلوچستان هم همیشه من مثلا شنیده بودم که خیلی یه استانیه که یعنی اصلا جای رفتن نیست، خیلی وحشتناکه، ولی خب وقتی آدم میره سفر میکنه در موردش رو میخونه و بزرگ میشه، دیدش باز میشه، میبینه که متاسفانه فقط یه دونه میشه بگه که عوام فریبیه که حکومت در بین مردم میخواد این تفرقه رو ایجاد کنه. و متاسفانه الان توی امسال که اعدام ها هم اینقدر زیاد شده، میبینیم که اعدام ها درصد زیادش از همین مردم عزیز قوم بلوچ هستن که دارن اعدام میشن. و متاسفانه همیشه هم انگ مواد مخدر بهشون زده میشه، در صورتی که خود حکومت جمهوری اسلامی بزرگترین میشه گفت که سیستم مواد مخدر اونجا داره. و من حس میکنم این کار رو انجام میده که بخواد حالا مردم رو یه جوری رعب و وحشت ایجاد کنه و حالا سر جاشون بشونه که خودش این کار رو انجام بده. ممنونم، وقت جلسه رو نمیگیرم و در اختیار بقیه قرار میدم. ممنون از بله، همینجور که دوستان فرمودن یه مقدارم خب اون عدم آگاهی که در گذشته بوده و خب شبکه‌های اجتماعی نبوده، آموزشی واقعا در مدارس به دانش آموزا در مورد فرهنگ ایران، فرهنگ نقاط مختلف ایران داده نمیشه. اصلا خیلی از ایرانی ها شما حتی نسل جدید مجبورن توی اینترنت سرچ کنن جاهای دیدنی، یعنی ما از جاهای دیدنی که طبیعت واقعا چیزی برای حکومت، حتی اینا رو هم مردم دریغ میکنن، یعنی این حکومتی که ساحل دریا رو از مردمش دریغ میکنه، جنگل رو از مردم، جنگل رو میبندن. در شمال من دوستی برام چند وقت پیش چیز گفت بود
برای محرم جنگل بسته بود، یعنی ورود به جنگل تو محرم. اگه شما اینجا تو اروپا برو بگو میبرن تیمارستان میخوابوننت، میگن آخه چه ربطی داره جنگل، آخه چه ربطی به مراسم داره. من وقت دوستان نمیگیرم، بفرمایید جناب ترقی. یک موضوع بسیار مهم در هر جامعه که هست بحث آموزشه و سعادت و آینده اون جامعه، اون افراد، اون جامعه، اون کشور، اون ملت بستگی به آموزش اون منطقه داره که متاسفانه سیستان و بلوچستان از این لحاظ واقعا محرومه. واقعا خود کرمانشاه، اون جایی که من خودم توش بزرگ شدم، از لحاظ آموزشی در بدترین حالت ممکن قرار دارن و زمانی که این حکومت میاد آموزش رو در اختیار اینا قرار نمیده، آموزش درست، نه این آموزش ایدئولوژیک که در به طرف اسلامگرایی و شیعه گرایی و قومیت گرایی و خوش درست کردن خشونت برای همدیگر پیش میره و زمانی که اینها رو ندارن، این آموزش مناسب رو ندارن، اینها رو زیر دست قرار میدن و میگه تو نمیفهمی، میزنه تو سرش و منابعش رو غارت میکنه به راحتی. همون کاری که تو سیستان و بلوچستان میکنه، همون کاری که تو کردستان و کرمانشاه میکنه، به راحتی معدن طلای اونجا رو غارت میکنه. هیچ کم نمیتونه هیچ کاری بکنه چون اینا اسلحه دارن، زور دارن و هیچ آموزشی هم به اینا داده نشده متاسفانه و به راحتی این منابع عظیمی که دارن غارت میکنن و مردم توی فقر زندگی میکنن. یک موردم که بگم، من خودم از خانواده خیلی پرجمعیت بزرگ شدم و امیدوارم توهین نشده به کسایی که تو خانواده پرجمعیت زندگی کردن و به دنیا اومدن. و اینو بگم واقعا اگر قبلنا خانواده پرجمعیت بود به لحاظ ناآگاهی زیادی بود، ولی الان این خانواده‌ای که میخوان پرجمعیت باشن نیاز امروزه که بچه ها فقط به خود و خوراک نیاز ندارن، خیلی نیازهای دیگه دارن که گذشته باید به فکر این آینده باشیم که بچه ها قرار برای اون تربیت بشن. گذشته هر جوری بود گذشت. امیدوارم توهین به کسی نشده باشه. من خودم یکی از پرجمعیت این خانواده های ایران دارم. مرسی از همیشون. ممنونم از جناب ترقیبی عزیز. حالا من یه نکته بگم، این یه نکته که واقعا بیشتر شبیه شوخیه، ولی من به جرات اینجا دستم بالا نمیبینه، دستم بالا میگم من هیچ آموزشی از نظام جمهوری اسلامی ندیدم. یعنی هیچ چیزی برای من، هر چی فکر میکنم که مثلا من تو این چند سالی که مثلا تو نظام آموزشی بودم، خب تو شهر بزرگ من بزرگ شدم، هیچی، یعنی هر چی دارم الان فکر میکنم که خدایا چی اینا به من یاد میدادن، چی کدومش به درد من. دوستانی که میخوام فرزند زیاد داشته باشم ناراحت نباشم، نظام آموزشی من اون چیزی که پدر و مادر فکر میکنم، اون محبتی که پدر و مادر به فرزند منتقل میکنن خیلی مهمتره، چون فکر نمیکنم حداقل توی ایران نظام آموزشی برای کسی کاری کرده باشه، مگه اینا که تو سیستم خودشون تو دانشگاه امام صادق و اونجور جاها مثلا شستشون من. ولی ما را که منو که به شخص چیزی بهم اضافه نکرد. بفرمایید خانم مباشری. عرض ادب مجدد دارم خدمت همه عزیزان. خب طبق صحبت‌هایی که دوستان گفتن، واقعا زمانی که آدم به مدرسه میره، در اجتماع میگرده، خب در غیر از خانواده در جامعه بزرگتر وارد میشه، نیاز به آموزش داره، نیاز داره که فرهنگ هموطن‌هاش رو بدونه. و متاسفانه مثل صحبتی که خانم رهایی گفتن، ما همیشه از بلوچ ها میترسیدیم، همیشه ما میگفتن که وای چابهار اصلا جاییست که فقط مردها هستن و اگر رفتید اونجا اینا همشون مسلحن، نه قشنگ شما رو تیرن با تیراندازی میکشنتون. یعنی خیلی راحت ما رو میترسوندن. ما توی خیابون خودمون مثلا تو شهر شیراز هم اگر یه آدمی رو میدیدیم لباس بلوچ تنشه، صد تا جا پیدا میکردیم خودمون رو قایم کنیم مبادا کسی ما رو ببینه. و به قول همیشه خانم رضاوند خوب حرفی میزنن، همیشه میگن تفرقه بنداز حکومت کن، و این باعث میشه که این کاری که اینا انجام میدن باعث میشه که من نوعی از هموطن خودم بترسم، از کرد بترسم، از بلوچ بترسم، از ترک بترسم، از لورها بترسم، از هر کدوم از قومیت ها.
از هر کدوم از قومیتام به نحوی بترسم تا نتونم زمانی که نیاز به کمک دارم، نیاز دارم که یک جامعه کشورم رو نجات بدم، نیاز داشته باشم که بتونم این ظلمی که داره به تک تک اون افراد جامعه هم انجام میشه بتونم ازشون دفاع کنم. الان اگر که شما در نظر بگیریم، ما الان توی کانون میبینیم که چه اتفاقاتی میفته، میبینیم که واقعا نقض حقوق بشر انجام میده. الان ما اگه توی ایران بودیم و اطلاعات نداشتیم، وقتی یک بلوش رو اعدام میکردن میگفتیم خب اعدامش کنن، اصلا بهتر یکی از این کسایی که آدم میکشن کمتر، یکی از این افرادی که مثلا حالا قاچاق مواد مخدر میکنن کمتر. ولی وقتی که الان آگاهی پیدا کردیم، متوجه شدیم در جامعه بزرگتر، در جامعه ای که کمتر بتونیم که به قول مرک اون آزادی رو داشته باشیم، اون اندیشه رو بتونیم داشته باشیم و بتونیم اون اطلاعات رو کسب کنیم، چون در این جامعه زندگی میکنیم و میبینیم که این نقص‌های حقوق بشر داره در ایران انجام میشه، پس در نتیجه میتونیم دفاع کنیم. اما وقتی توی ایران بودیم، چون همه اینها از ما مخفی میشد و هیچ چیز به ما نشون نمیدادن و اونها رو برای ما یک دیو و یک دشمن بر ما درست کرده بودن، پس نمیتونستیم اونجا ازشون دفاع کنیم و خیلی خوشحالم میشدیم، شاید خوشحالم میشدیم، میگفتیم که بهتر یکی کمتر، یکی از اینا کمتر. و این هست که متاسفانه دولت مردان جمهوری اسلامی با این تعریف، با همین جدایی بین قومیت ها، جدایی بین ایلهای مختلف، اقوام مختلف، چه بین فارس و ترک چه بین هر قومیتی، باعث شده که خودش اونجا بتونه حکومت کنه و ظلم بیشتری رو بر مردم حکم فرما کنه. ممنون، من مایک رو میبندم. مرسی. ممنون از خانم مباشری فر. یه نکته کوچیک بود، اونم این که دوم مارچ یا مارس هر سال به عنوان روز جهانی بلوچاست که برای آشنایی با فرهنگ بلوچا و حفظ اون هنر و تاریخشون سازمان ملل این روز نام نهادن. من نمیدونم آقای ناصری یا آقای شایگان هستن. جناب ناصری بفرمایید. در واقع دو تا نکته بخواستم بگم، یکی در رابطه با بحث آموزشه. نقضای خیلی زیادی داره تو منطقه اتفاق میفته، حالا اون حرفی توش نیست، اصلا بحث اشتغال هست، بحث خوراک هست، آب آشامیدنی هست، امنیت هست و و و خیلی چیزای دیگه. ولی به نظر من حالا بیشترین نقضی که در واقع و مهمترین نقضی که داره اتفاق میفته همین محرومیت از بحث آموزشه. درسته شما گفتین آقای گلبرده که حالا کیفیت آموزش توی همون شهرهای بزرگش هم به درد نمیخوره، ما چیزی یاد نگرفتیم، حالا تا حدودی هم موافقم، واقعا سیستم آموزشی درست حسابی ما نداریم، مثلا معلوم چی یاد میده توی اون 12 سال به ما. ولی به هر حال بالاخره چیزی میشه گفت، لنگ کفش در بیابان نعمته، همون یه مقدار خیلی کمیش هم که بالاخره ما توی 12 سال یاد بگیریم یه تأثیراتی بالاخره روی ما میذاره. وقتی بزرگ شدیم به یه سنی رسیدیم که درک بهتری در واقع از جامعه دور و برمون داریم، درک بهتری از اطرافمون داریم، اگر که کلن بی سواد باشیم و توی این حالا 20 سال گذشته هیچ درسی نخونده باشیم، هیچ آموزشی نگرفته باشیم، خب به طب نمیتونیم اصلا بفهمیم دنیای دور و برمون چه خبره، چه اتفاقاتی داره میفته. الان هم که دیگه عصر تکنولوژی و همه چی توی اینترنت و توی گوشی موبایل، وقتی شما اون آموزش اولیه رو ندیده باشید که بتونید با گوشی کار کنید، بتونید با اینترنت کار بکنید، خب نمیتونید بیشتر برید تحقیق کنید، بیشتر یاد بگیرید، بیشتر آگاه بشید که چه اتفاقاتی داره دور برام میفته. پس به هر حال همون آموزش نصف و نیمه هم که داره جمهوری اسلامی توی ایران میده نیازه به نظر من و باید باشه حتما. و خب متاسفانه اون مردم بلوچ محرومن اکثریت از این همین سیستم نصف و نیمه آموزشی که توی اکثر شهرها هست و خب همین هم دلیل خیلی زیادی میشه برای بقیه محرومیتایی که داره اتفاق میفته. یعنی چون اکثر مردم هیچ آموزشی ندیدن، اکثرا سواد ندارن، تحصیل نکردن، حتی
نمیتونن یه مطلب خیلی ساده رو بخونن، خب نمیتونن از حق و حقوق خودشون هم آگاه بشن، اصلا نمیدونن چه حق و حقوقی دارن که بخوان برن دنبالش. پس به نظر من نیاز این بحث آموزش یکی این مسئله بود. یکم مسئله این، حالا هم شما صحبت کردید هم آقای ترغیبی در رابطه با بحث فرزندآوری و اینکه حالا بعضی خانواده‌ها بیشتر فرزند دارن بعضی ها کمتره، به نظر من ربط داره اینم بازم به همون بحث آموزش، چون میبینیم که تو اکثر مناطق محروم این بحث فرزندآوری بیشتره. توی مناطق محروم ما این یه چیز مستنده، یه چیز واضحه دیگه. حالا توی شهرهای بزرگ هم یه اتفاق میفته، ولی الان رو داریم نگاه میکنیم، حالا گذشته رو من کاری ندارم، الان که داریم نگاه میکنیم میبینیم توی اکثر شهرهای بزرگ مردم اکثرا یه بچه یا دو تا بچه یا اصلا ندارن، ولی توی شهرهای کوچیک همین الان توی همین وضعیت بد اقتصادی، توی وضعیت بد آموزشی، توی اوج محرومیت، بازم داریم میبینیم که اکثر خانواده‌ها تعداد زیادی بچه دارن، که به نظر من این ایراد واقعا اصلا ربطی به پدر مادر نداره، این ایراد مستقیما مرتبط به خود جمهوری اسلامی ایرانه، یعنی مقصر اصلی در واقع خود جمهوری اسلامیه که باید نوک پیکان رو در واقع به سمت جمهوری اسلامی بگیریم، چون به نظر من واقعا مقصر اونه که سیستم آموزشی درست حسابی نذاشته برای جامعهمون که بتونن خانواده ها درک کنن که الان اون فرزندی که شما دارید وارد جامعه میکنی احتیاج به آموزش داره، احتیاج به کیفیت زندگی داره، احتیاج به شغل داره، احتیاج به خوراک داره و و بقیه چیزا. به نظر من مقصر اصلی توی این زمینه خود جمهوری اسلامی و اصلا ربطی به پدر مادر و به اون خانواده اصلا نداره. مثلا ممنون از شما، مایک آزاد میکنم آقای بولبر. ممنون جناب ناصری. بفرمایید جناب شایگان. درود مجدد خدمت همه عزیزان. من راجع به همون بحث آموزش می‌خواستم که آقای ناصری انقدر کامل و جامع گفت که دیگه بحثی باقی نمیمونه. واقعا آموزش لازمه، حتی همون آموزشی که واقعا خیلی به درد نخوره تو ایران، اونم حتی محرومن بچه های بلوچ، بچه های کرد، هرمزگان و خیلی جای دیگه، کرمانشاه و خیلی جای دیگه محروم، حتی یعنی سواد خواندن و نوشتن هم ندارن و همین به قول معروف بی سوادی صفر و مطلق باعث خیلی مسائل دیگه میشه. اما یک مورد دیگه هم میخواستم اضافه کنم، بحث فرهنگ سازیه که جمهوری اسلامی انجام نمیده. مثلا یک نمونه را اگه بخوام راجع به فرهنگ، نوع فرهنگ سازی و چه تأثیری میتونه داشته باشه رو بگم، من واقعیتش رو بگم اول بار که موضوع همجنسگراها رو به نزدیک و به وضوح دیدم تو رژه همجنسگرا توی کل بود و برام انقدر عجیب بود و تازه داشت. خب توی چه میدونم اخبارا و این ور اونور آدم میشنید همجنسگرا، ولی هیچ وقت اینجوری انقدر از نزدیک ندیده بودم که مثلا رژه میرن یا پرچم مخصوص به خودشون رو دارن یا خیلی مثلا نمادهای دیگه دارن فلان. ببینید این همون بار اول که من اینو دیدم که برام عجیب بود، از دفعات بعد برام خیلی ملموس‌تر شد این قضیه و پذیرشش از سوی مثلا من خیلی راحت‌تر شد. میخوام بگم فرهنگسازی چقدر میتونه تأثیر داشته باشه. در مورد این موضوع فرهنگسازی، راجع به این موضوعی که آقای ترغیبی یا دیگر دوستان که گفتن که نمیدونم کردها ما همیشه فکر میکنیم سر میبرن یا بلوچ‌ها اعلان می‌کنن، اینا ببینید فرهنگ سازیه. جمهوری اسلامی هرگز نیومده فرهنگ سازی کنه، راجع به اقوام مختلف بیاد بشناسونه، تو شهرهای مختلف بیان کارناوال بذارن، تئاتر خیابانی بذارن، موسیقی خیابانی بذارن، یعنی با همینا که اولا که مخالفه، یعنی کلا ممنوعه، ولی خب حتی تو برنامه‌های تلویزیونی هم حتی نمیان این کارا رو بکنن. بنابراین بحث فرهنگ سازی هم خیلی مهمه که متاسفانه دولت انجام نمیده. ممنونم که وقت در اختیار من گذاشتید. ممنون از جناب شایگان. بفرمایید جناب ترغیبی. آقای ناصری عزیز به طور کامل گفتن و من از ایشون تشکر میکنم. در رابطه با حرفای ایشون، شما حساب کن تو خونت یک دونه گل داری،
و یا 10 تا گل داری، خب مشخص رسیدگی به یه دونه گل خیلی راحت‌تره تا 10 تا گل. حالا چه برسه به فرزند و به انسانی که نیازهای بیشتری نسبت به یه گل داره. و یک موردم به عدم آموزش، و مثلا گفتیم که یک شخصی نمیتونه با یک موبایل کار کنه. دقیقا این امروز همین اتفاق برای من افتاد. یک دوستی دارم توی یه شهر دیگه، تقریبا یه شاید بگم 15 دقیقه با من فاصله داره، به خاطر این که نتونست توی یک برنامه ثبت نام کنه، فقط یه ایمیل و یه پاسپورت بهش میده، از اونجا پا شده اومده تا اینجا. بجز این که وقتش رو هدر داده تا اومده اینجا، بعد یک ساعت منتظر قطار وایساده، برگشته یه هزینه هم برای تیکت کرده. حالا خب این آموزشه که ماها رو وقت ما رو نمیگیره. این آموزشه که ما یک زمانی میبینیم در آینده تایم های بیشتری برای زندگی خودمون داریم، به جای اینکه هی بریم دنبال کارهایی که نمیدونیم. در عوض من توی شرکتی کار میکنم که با یک شخص آلمانی برخورد دارم، تقریبا 55 سالشه، برنامه ریزی سیستم های کامپیوتر، دستگاه های الکترونیکی اون شرکت کلن با اون شخصه. حالا این ایرانی دهه 60، اون آلمانی شاید بگم حداقل 20 سال از این شخص ایرانی بزرگتر. چرا ما ایرانی ها اینجور پیش رفتیم که به این سمت پیش رفتیم که به خاطر یک ایمیل زدن یا یک پسورد زدن این همه مسیر رو بیان بریم؟ اینا عدم آموزشه. متاسفانه تو سیستم جمهوری اسلامی به ما آموزش ندادن و خیلی هزینه و وقت رو صرف این عدم آموزش میکنیم. سپاس از شما، زیاد حرف زدم، روز ببخشید. ممنون از جناب ترغیبی عزیز. دوستان مشکلی نیست، نقطه نظراتشون رو میگن، اصلا اشکالی نداره. ممنونم از جناب ترغیبی. بفرمایید خانم رایی. تشکر از وقت دوباره که به من دادین. بله، در پی صحبت‌های دوستان دقیقاً این استراتژی حکومت جمهوری اسلامی دقیقاً همینه. یه فقر سیستماتیک که حالا فقط مالی در بر نمیگیره، فقر فرهنگی، فقر حالا سواد یا هر چیزی رو که بخواین، یعنی داره یه کاری میکنه که جامعه از هر نظر فقیر باشه. و این حالا یه جورایی میخواد سرکوب غیر خودی ها انجام بده. هر کسی با حکومت همه چیز داره، هر کسی خلاف حکومت هیچ چیزی نباید داشته باشه. و این استراتژی که دقیقا داره انجام میده، و یک این یه مسئله کلن ملی هست، بس یعنی نه تنها فقط اقوام عزیز کشورمون رو در بر میگیره، یعنی یک مسئله ملیه و داره در برای کل کشور اینو انجام میده. و به نظر من این تفرقه اندازی که انجام میده دقیقا فقط میخواد مثلا مردم رو سرگرم یه جوری بگیم به زبون عامیانه بدبختی هاشون کنه، حالا درگیر فقط عزاداری گری، حالا دیگه بستگی به اعتقاده، و من به اعتقادات کسی همینجا میگم توهین نمی کنم، ولی این سیستمیه که داره متاسفانه پیاده میکنه و باید ببینیم که تا کی میتونه اینو ادامه بده. ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید. ممنونم از همه دوستان و نقطه نظراتشون. بله، متاسفانه بحث آموزش خیلی مهمه. البته همونجور که فرمودین، آموزش حداقلی هم واقعا یه غنیمتیه، اما گزارش هایی که خودشون دارن میدن، یعنی اینجور نیست که فقط مناطق که شناخته شدن به مناطق محروم در ایران مشکل. چند وقت پیش بود من میخوندم دادستان مشهد گفته بود که حاشیه مشهد از حالت فاجعه هم رد شده، یعنی چه از لحاظ وضع زندگی، از لحاظ وضع آموزشی. به این مشهد فکر میکنم پولدارترین و زرخیزترین شهر خاورمیانه است، یعنی فکر میکنم اون پول و اون ثروتی که تو مشهد داره جا به جا میشه هر روز، از دبی که یه مرکزی اصلا یه شرکته، اصلا دبی کشور نیه، شرکت تجاریه. یعنی حرف گزافی من نمیزنم، مشهد واقعا خیلی ثروتمنده. یا شما حاشیه تهران، شما دوستانی که تهران زندگی کردن یا تهران بودن خودشون میتونن شهادت بدن، مثلا وضعیت شهری ها، شهر زیبا، شهر ری، حتی
اصلا چرا راه دور میریم؟ ما گنبد، کسایی که استان گلستان رفتن دیدن، هم سرسبزه، هم آب دارن، هم رودخونه هست، همه چی هم هست، ولی واقعا بعضی جاهاش از فاجعه، بعضی از مناطق از فاجعه هم برده. ما سیستان بلوچستانی های عزیز و کردا خیلی واقعا اون اذیت هایی که میشن رو به چشم میبینیم، ولی بعضی از نقاط ایران اصلا من خودم بعضی وقتا اخبار خودشون، یعنی خودشون اعلام میکنن. یعنی من اصلا این خبر مشهد و شنیدم واقعا تعجب کردم. وقتی خودی مقام مسئول امنیتی بیاد بگه که وضعیت از فاجعه، از قرمز هم رد شده، از همه لحاظ، یعنی شما از جرم، جنایت، هر چیزی که بگیریم اون مناطق الان به روب نابودی هم. این نشون دهنده بازم من میگم سیستم غلط آموزشی. یعنی شما چطور ممکنه یک نفر در مثلا قم، من قزوین کار میکردم، تو قم کسی میشناختم شیطون پرست بود. یعنی شما ببینید یک شخصی در قم که اصلا یه اسمی هم روش گذاشتن دارال نمیدونم چی، مثلا دارال همه خوبا، همه خوبن، هم اونجا همه بهشتیان، بعد یه نفر مثلا شیطون پرسته. حالا یه نفر نه چند، مثل که گفتن 40-50 تا فرقه شیطون پرستی و مناطق هست. حالا میگیم حالا شیطون پرست خوبی ها، بعد اصلا کار نداریم. شما ببین اینا نه فقر داشتن، اینا نه فقیر بودن، نه امکانات آموزشی، نه هر روز هم گلدسته‌های مسجد از آن براشون میگفتن. چی شده که یک نفر اومده شیطون پرست شده، اونم تو قم؟ حالا مثلا اگه مثلا امریکا بود، تو تگزاس بود، بیابونای نوادا بود، میگفتیم خب این تقصیر نداره. چطور ممکنه یه نفر تو مشهد با این همه آموزش، با این همه شفاعت مثلا بیاد قتل انجام بده، بعد قاتل زنجیره‌ای بشه؟ همه از همه جای ایران، حتی از کشورهای اطراف میان شفاعت میخوان و یک نفر اونجا میشه قاتل زنجیره‌ای. این برعکس هم هست. یعنی شما ببینید سیستم آموزشی غلط، همونجوری که دوستان گفتن، شاید بعضی وقتا خیلی مخربتر از اون شخصی باشه که حتی سواد نداره. بفرما جناب پرویز. ممنونم از شما آقای بلوردی عزیز. ببینید من فکر میکنم که همه این مسائل برمیگرده به سیستم مدیریتی اقتصادی کشور. ما فکر میکنم از به خصوص از زمانی که ریاست جمهوری آقای رفسنجانی بود، دیگه سیستم مدیریتی شد نظام سرمایه داری. یعنی یه عده سرمایه دار بودن تو اون قشر بالا و مابقی افراد جامعه کلن، ببخشید این کلمه رو میگم، به عنوان کارگر بودن دیگه. این قشر سرمایه دار اون بالا نشسته بود، یعنی یه جوری مثل ارباب و رعیتی همون زمان قدیم، زمان قاجار و حالا قبطه. این باعث میشه که وقتی این سیستم پیاده میشه، معمولا اغلب بخش ها تبدیل به بخش های خصوصی میشن. وقتی بخش خصوصی میاد جلو، دیگه رفاه اجتماعی مردم، دیگه امنیت اجتماعی، دیگه بحث عدالت آموزشی، بحث عدالت شغلی، امنیت شغلی، اینها دیگه مطرح نیست. همش اون افرادی که اون بالا دارن اون سیستم خصوصی سازی رو دست میگیرن، صرفا برای اینه که خودشون قوی تر بشن از لحاظ اقتصادی و فقط منافع خودشون رو در نظر میگیرن. این میشه که ما میبینیم الان در خود تهران هم ما 33,000 تا مدرسه داریم که اصلا قابل تحصیل نیست، یعنی کسی اجازه از لحاظ استانداردی نمیتونن توش تحصیل کنن. حالا این یه طرف. بعد میبینیم سیستان و بلوچستان عملا اصلا بعضی از شهرها و روستاها اصلا مدرسه ندارن. اینا برمیگرده به همون سیستم سرمایه داری که یه عده دهک‌های بالا نشستن اون بالا و روز به روز قدرتمندتر میشن از لحاظ اقتصادی. اون دهک پایین هم خب دارید میبینید، دهک‌های پایین هم دیگه همشون یا فقیرن یا زیر خط فقرن و این فاصله طبقاتی باعث میشه که هم فساد بینشون زیادتر بشه
و عملا فشارها بر روی خود این مردم. ما در نه تنها در سیستان و بلوچستان، در تمام کشور ما عدالتی به نام عدالت آموزشی وجود نداره. از زمانی که سیستم مدارس غیر انتفاعی اومد در ایران و بناش گذاشته شد، همونجا سیستم عدالت آموزشی یه قیچی خورد وسطش و تمام. یعنی ما عملا دیگه داریم میبینیم فقط افرادی میتونن تحصیل کنن که توانایی مالی دارن. حالا این وسط یه عده هم هستن، یه مؤسساتی رو میندازن به مؤسسات انگیزشی، نمیدونم از این مؤسسه هایی که میشینن اونجا، هی میاد مثلا این عدم موفقیت اون مناطق محروم رو میکوبه تو سر خودشون. شما عرضه ندارید که بیاید برسید به این نقطه. مثلا نگاه کنید، همیشه هم یه آدمی که مثلا اومده از توی این قشر ضعیف اومده رسیده به یه نقطه‌ای، این رو بولدش میکنن، من نگاه میشه این کارو کرده، ببینید شما خودتون نخواستید، شما خودتون معذرت میخوام عرضه نداشتید که به این نقطه برسید. و این عدم عدالت آموزشی همه روزه داره میخوره تو سر این بچه ها، در صورتی که اگر بخوایم ابزارهای آموزشی رو با ابزارهای اون دهکی که داره از لحاظ اقتصادی قدره و قویه بخوایم بذاریم ترازو، اصلا قابل مقایسه نیست. بس فکر کنید تو این شرایط ما میبینیم دانشگاه‌ها، میبینیم تو مدارس، میبینیم جاهای دیگه، عملا فقط قشر پولدار میتونه تحصیل کنه. ما الان در خود تهران، مدرسه بین‌المللی داریم که بالای 200 میلیون هزینه سالیانه شه. شما فکر کنید ببینید چه شخصی میتونه وارد این مدرسه بشه و برای یک دانش آموز 200 میلیون هزینه کنه. این حداقل هزینه ها، نه اینکه حالا باز هزینه های دیگه هم هست، ولی شما حالا فکر کنید اگر این اتفاق بخواد، این عدالت آموزشی وجود داشت، اون قشری هم که در سیستان و بلوچستان هستن، اون کودکانی هم که هستن، اونها هم باید در همین شرایط زندگی میکردن. ما ضربه‌ای که داریم میخوریم از نظام سرمایه‌داری، از سیستم غلط مدیریتی جمهوری اسلامی ایرانه و عملا یک دیگه تبدیل به یک فاجعه شده و اصلا خودشون توانایی این که بخوان این سیستم رو دیگه مدیریت کنن ندارن، به حال خودش رهاش کردن. هر کی دیگه فسادی داره، هر کی هر کاری داره میکنه داره انجام میده. یه روزی یه آخوند بالای منبر یه حرفی زد و همه خندیدن، گفتن ما یه انقلابی کردیم، الان دیگه نمیدونیم چجوری نگهش داریم و داریم حلوه حلواش میکنیم. فقط اینها خودشون فهمیدن که دیگه این حجم وسیع از فساد و این سیستم مدیریتی کشور دیگه پاسخگوی این جامعه نیست، بنابراین رهاش کردن و هر کی داره به سهم خودش یا میدوزه یا غارت میکنه یا دیگه حالا اونیش هم که دیگه چیزی دستش نمیگیره، یه گوشه از کشور رو میفروشه یه پولی بیاد برسه به دستش. دیگه ما رسیدیم به نقطه‌ای که کوخاری میکنن، جنگل خاری میکنن دیگه. ما دیگه ساحل خاری رو ندیده بودیم، ما ساحل خاری هم کردیم دیگه. اینقدر به پیسی خورده بودن کوه دماوند رو گذاشتن برای فروش. یعنی این سیستم غلط مدیریتیه که باعث شده این اتفاقات بیفته و برسیم به یه مرحله‌ای که ما در تمام قسمت‌های مختلف کشور دچار ورشکستگی بشیم، چه از محیط زیست، چه از اقتصادی، چه از روابط خارجی، چه از روابط داخلی، همه از هم کلا پاشیده شده. مرسی، ببخشید من عذرخواهی میکنم اگر زیاد صحبت میکنم. ممنونم جناب پرویزی عزیز. بله، به نکات بسیار خوبی اشاره کردن. البته یه نکته بگم که در نظام‌های سرمایه‌داری، یعنی اصول نظام سرمایه‌داری رو عرضه و تقاضا و تولیده، یعنی شما مثلا یه مثال خیلی ساده براتون بزنم، همین مهاجر پذیر بودن کشورهای سرمایه‌داریه. شما ببینید از 100 هزار تا نخبه‌ای که شخصی 100 هزار مهاجری که مثلا بیاد داخل اون کشور، اگه یکیشون ایلان ماسک باشه برای اون کشور بس. یعنی مثلا دانشگاه هاروارد، کسایی که اطلاع دارن، اگر یک امریکایی مثلا بخواد بره دانشگاه هاروارد،
شنیدیم که همه پدر و مادرها پول جمع میکنن برای دانشگاه فنی، تقریبا میشه که 400 هزار دلار یک کسی که میخواد برفرض یه کارشناسی مثلا بگیره تو هاروارد هزینه فرزندشه، یک امریکایی که دانشگاه مال خودشه. اما همون دانشگاه هاروارد شما اگر براشون رزومه بفرستین و بفهمه که شما یه نخبه هستین، مجانی میبره شما رو اونجا، تحصیلتون هم مجانیه و حتی تمام خرج مخارج شما رو تقبل میکنه. این نظام سرمایه داری، یعنی رو شما سرمایه گذاری میکنه فارغ از هر چیزی که هستیم. متاسفانه اینا حتی سرمایه داری هم نیست نظامشون. یعنی شما ببینید این قشر مظلومی که الان داخل سیستان بلوچستان هستن، اینا اگر عقل داشتن، یک مختره، یک دکتر، یه آقای سمیعی، یا آقای ایکس، یا آقای ایگرگ اگر دا، یه شاعر، یک موزیسین بزرگ، چه فرقی میکنه؟ همش اینا واقعا تولید. اگر از اینا در بیاد چقدر رو اقتصاد ایران تأثیر داره؟ شما مثلا این هلند میگه درآمدش از چیه؟ هلند از مرغ و فروش گل، همه هم میدونن، و توریست. یا مثلا اسپانیا میگه درآمدش از چیه؟ از سواحلش، شهرهای ساحلیشه. یه صنعت نصف و نیمه خودرو هم داره که اونم مالک اصلی شرکت‌های آلمانیه. ببینید کشورهای سرمایه‌داری هم که ما میگیم اینا سرمایه‌گذاری میکنن اینجوری، همونجا هم اختلاف طبقاتی است. توی امریکا هم اختلاف طبقاتی است، ولی اینجور نیست که بیان نخبه کشی کنن، اینجور نیست که بیان بگن آقای سیستان بلوچستان تو حتی حق شناسنامه هم نداری، آقای کرد تو مثلا آدم کشی. یعنی اونا چیزایی که به درد میخوره رو واقعا استفاده میکنن. حالا یه جاهایی هم خب یه مشکلات همه نظام و سیستم و مشکل دارن. متاسفانه همینجوری که یه دوست عزیزی گفت، الان ول کردن سیستم، وله، مردم چسبیدن به سیستم، یعنی سیستمی وجود نداره. این مردم هم که من نمیدونم واقعا چیزی تو آب میریزن میدن به خوردشون. داستان چیه؟ بفهم جناب شایگان. درود مجدد. در مورد صحبت آقای پرویزی، ببینید من فهم کنم مدیریت برای خیلی مهمه، ولی بحث نظام سرمایه داری نیست توی ایران. چون همونجوری که شما اشاره کردید نظام سرمایه داری کامل توضیح دادید که چیه، همینجور تو آلمان هم اسمن سوسیالیستیه ولی واقعا رسمن سرمایه‌داری و بازار آزاده تو آلمان هم. اما تو ایران موضوع انحصار طلبیه. ببینید وقتی یک مدیریت انحصار طلبی رو ما دارید میبینیم توی ایران، تو هر بخشی، یعنی از کوچکترین موضوعها، از ورزش بگیری تا فرهنگ و اقتصاد و اجتماع و سیاست و همه چیز انحصاریه. شما هیچ چیز خصوصی نمیبینی. اگر هم خصوصی است مطمئن باشین، یا یعنی خصوصی ها یکم با درآمد و با پرستیژ، یا وابسته به سپاه و دولتن به نوعی، یا بازم از اقوام این حضراتن که توی ایران دارن فعالیت میکنن، وگرنه شخصش عادی توی ایران اجازه فعالیت نخواهد داشت. ولی موضوع بحث ما موضوع اقوام ایرانی و مخصوصا بلوچ بود. میخواستم برگردم به اون موضوع که یک موضوع فرهنگسازی رو من عنوان کردم که توی ایران فرهنگسازی صورت نمیگیره. یکی از مباحث و موارد خیلی مهمش همین موضوع فرهنگی که تو خیلی از مناطق ایران، مثلا خوزستان، کردستان، بخشایی از آذربایجان، ختنه دختران مثلا خیلی موضوع فرهنگی که باید انجام بشه، موضوع آموزشی که باید گفته بشه که کار واقعا غلط و اشتباهه، که پرداخته نمیشه به اینجور موضوعات فرهنگسازی رو بیایید بیشتر بهش بپردازیم که فکر کنم خیلی مهمتره. ممنونم. ممنونم جناب شایگان. خانم رضا هم بفرمایید. خب حسن نباشید. دوستان صحبت کردن، فقط این موضوع رو بگم که موضوع بحث امروز بلوچستان هست. اولی که ما یک کشوری هستیم با قدمت و تمدن بیش از 8000 سال قدمت، بنابراین قوی هستیم. اما به هر حال دوره زمان‌ها مشکلاتی برخورد کردیم. یکی از موارد اینه که ما یه چیزی داریم به اسم اینکه فقر اقتصادی، فقر فرهنگی به دنبال خودش میاره. به طب مشکلاتی که این عزیزان دارن، مثلا هم منطقه سیستان بلوچستان، با وجودی که اینکه خیلی قوی هستن از نظر معادن، از نظر موقعیت ترانزیتی و بازرگانی، از نظر مواد غذای گرمسیر و استوایی که میتونه براشون سرشار از ثروت باشه، کار براشون بیاره. خب یه مسئله بی‌توجهی دولت، یا
که باعث این فرق و مشکلات شده. دوستان مسائلی که مطرح کردن درست گفتن که ما ذهنیتمون در مورد اقوامی که از خودمونن، یعنی از کشور همسایه یا کسی که دشمن هست صحبت نمی کنیم، از قومی صحبت می کنیم، با خودمون داریم زندگی می کنیم، نکنه اینها دارن آدم می کشه، من از این می ترسم، من از اون در خیلی یه خیلی عجیبیه، توی یه کشور زندگی می کنیم از همدیگه می ترسیم و این واقعیتی. دو تا مسئله است. یک، آموزشی به اون قوم، به اون مردم اون منطقه داده نمیشه، محروم میشن، تفرقه و در واقع تبعیضی که دولت و سیستم میگذاره. آموزشی که تو تهران هست تو سیستان بلوچستان نیست، تو کردستان نیست، توی مردم عرب نشین ما نیستش. این واقعیتی که وجود داره. دو، آموزش دوم به منی که تو تهران هستم داده نمیشه که مردمم رو بشناسن، که مردم سیستان بلوچستان جزی از منه، اونم حق شهروندی برابر من داره، اگر بیشتر نداره کمتر نداره، ولی اون ازش حقش تضعیف شده. این دوتا مسئله. فقط این نیست که ما به اونا آموزش بدیم فرهنگ اونا رو بیاریم بالا، منم باید آموزش ببینم، من ندارم این حق دارم از آب به همین راحتی استفاده میکنم، از برق استفاده میکنم، به فکر اونم باشم. خب این مسئله باعث شده این مشکلات بیشتر بشه، این تضاد و فاصله زیاد بشه. فرهنگ های غلط وجود داره، در اون هیچ شکی نیست، ولی برای مبارزه با اون شخص میگه ختمه دختران مشکله، بله، اما اینقدر مشکلات اقتصادی بهش زیاد اومده، میگم فقر اقتصادی فقر فرهنگی میاد. تنها کاری که ما الان میتونیم فعلا به سیستم فشار بیاریم این که اولی که ما خودمون این فرهنگ رو بین خودمون به وجود بیاریم، در همین که داریم اینجا در مورد مردم بلوچستان و مشکلاتشون صحبت میکنیم، یک کار فرهنگیه. تک تک ما با خانواده هامون صحبت میکنیم، تک تک ما میریم به بچه‌مون میگیم این قوم لباسشون اینه، زبانشون اینه، جزی از ما هستن، آب آلوده میخورن، آب هوای آلوده دارن، اونها هم حق دارند. وقتی میبینیم اینها اون قوم هستن، اینا این ملتی هستن برای خودشون، همون خودش کاری که من یک نفر به عنوان کوچکترین کار فرهنگسازی میتونم به خانواده خودم بکنم، این کار رو انجام بدم. حالا که دولت همراهی نمیکنه، از خانواده خودم، بچه من که میخواد بره مدرسه، از خونه خودم اینو بهش یاد میدم، همونطور که ما الان داریم تک تکمون خیلی بیشترمون داریم این کارو میکنیم، این خودش کمک میکنه. بنابراین این دردها هست، همه اینها وجود داره، هیچ شکی نیست. اما با فیلم های من یادمه، من تو کشور هندوستان بودم، دوستان هندی من میگفتن ایران که فیلم بدون دخترم هرگز، همه تون یادتون هست دیگه، این آقای دکتری که خانمش اسرائیلی بود و در مورد ایران ساخته بود، در مورد ایران یه ذهنیتی داشتن که من خیلی ناراحت شدم، رفتم انواع اقسام فیلم های ایرانی رو می آوردم توی لابی دانشگاهمون براشون پخش میکردم و اینا میدیدن، یا دعوتشون میکردم خونه و نشون میدادم، پخش میکردم و تک تک اونها رو براشون توضیح میدم. باورتون نمیشه، یا معلمی که در مورد ایران میگفت زکریا عرب بوده یا مثلا این شکلی بوده، اصلا این نمیدونست ایران کجاست، سیدی آماده کردم، تک تک اینها رو بردم نشون دادم. اون معلم هر ترم 200 تا دانشجو داشت و همیشه داشت اطلاعات غلط میداد. خب شما فکر کن وقتی معلم من روشن کردم چقدر اطلاعات درست دیگه ای میده. وقتی من بچهای کلاس یا خودم رو آماده کردم، 25 نفر آدم ها، هر کدوم 10 نفرم جزء خانواده‌شون باشه، چه وسعتی میگیره نه؟ پس من خودم وظیفه خودم میدونم. اگه سیستم بسته من بسته نیستم، من دست بر نمیدارم، حتی کوچک. این فعلا شروع کاره. با کلیپ میخوایم بسازیم، اطلاعات پخش کنیم، مقاله بنویسیم. ولی بعد سیستم آموزشی باید تحت فشار قرار بگیره. ما با همین برنامه‌ها داریم به سیستم فشار وارد می‌کنیم. به هر حال این وجود داره، ولی نمیتونیم من دست برداریم، این وجود داره، ولی خودمون میتونیم به خودمون کمک کنیم، به هم دیگه نگیم سر میبره، به هم دیگه نگیم از این میترسم، بچه همون بگیم بله اینا عرب هستن، جزی از من هستن، لباسش اینه و این کار زبانش اینه و جزی از ما هستن و قسمت ثروت منطقه کشور من هستن. خوزستان، سیستان به همین طریق. من همیشه میگفتم اگر روزی من رو کاری بکنن، اولین فکرم اینه که با اینکه خودم کردم، اما اولین فکرم به منطقه هرمزگان و منطقه سیستان بلوچستان خواهد بود. اینقدر این مردم حتی آب آشامیدنی از چاه آلوده برمیدارن، به اونها میرسم، چه فرقی میکنه، چه ارتباطی داره من کیم، چه قومی هستم، چه ملتی هستم، من ایرانی هم. اگر اینو به خودمون به وجود بیاریم، این فرهنگ در من اول که تو تهران بزرگ شدم به وجود بیاد، مطمئن باشید هیچ سیستمی نمیتونه
این فرهنگ غنی بیش از 8000 ساله رو نابود بکنه. مطمئن باشید و این کارم نمیتونم بکنم، ولی من اول از خودم شروع کنم. ممنونم، میبخشید من ماک رو رها میکنم. ممنونم از سرکار خانم رضاوند. بله بسیار عالی، بسیار نکاتی که هممون غالبا بهش اعتقاد داریم و فکر نمی کنم واقعا هیچ ایرانی به جز این فکر بکنه و در قلبش باشه، مگه اینکه اون همونجور که فهمیدیم اون سیستم غلط آموزشی و اون تفرقه افکنی باعث شده باشه. و اینجا باز هم ما قدرت همونجور که خانم رضاوند و دوستان که فهمیدن قدرت فعالین حقوق بشر و آگاهی، این آگاهی واقعا خیلی مهمه دوستان، اینکه شما چشماتون باز باشه مثل مکانیکی میمونه، یا شما هر چقدر از علم مکانیکی سر در بیارید، هر چقدر وارد باشین، وقتی چشماتون رو ببندن شما هیچ کاری نمی. الان فکر میکنم واقعا خیلی ها با اینکه تحصیلات بالایی تو ایران دارن اما آگاهی ندارن، یعنی طرف دانشگاه رفته مدارک عالیه گذرونده اما واقعا یه جهل عجیبی وقتی باهاش صحبت میکنی اصلا متعجب میشی از این همه ناگاهی و این همه جهل. این که شما هموطنت واقعا خونه نداره، شناسنامه نداره، آب نداره، بعد میری کمک میکنی به فلان کشور، صندوق مثلا صدقات نمیدونم خیریه برای ساختن نمیدونم چی. خب اینا واقعا جای تاس، نه اینکه خدای ناکرده ما بخوایم به مردم اون کشور توهین کنیم یا مثلا بگیم چرا، اون شخص پول خودشه و هر جوری دلش خواست میتونه خرج بکنه، اما اینکه شما همسایگیت اسلام میگه که اگر مسلمانی، همه ما شنیدیم اینا، شب سر سیر روی بالش بگذاره و همسایش گرسنه باشه اون مسلمان نیست، اصلا خارج از دینه. یعنی ما این همچی چیزهایی هم در دین اسلام داریم، یا کمک به ایتام داریم، حالا بعضیا مثلا میگن که شاید مثلا مشکل از مسلمان هاست یا از دینه، یا متاسفانه مشکل از اونجا هایی، مشکل از که حکومت واقعا نخاله هاست، اینه یه مش نخاله، یه مش اصلا نمیدونم چی بگم، هرچی هم بگیم توهین با اون چیز میشه. و مشکل اینجاست که اصلا ما هیچی رو نمیتونیم مثال بزنیم، یعنی ما هرچی مثال بزنیم به اون شخص یا اون طرز فکر توی میشه. اینا اصلا یه چیزهای عجیب غریبی هم، واقعا چطور انسان میتونه تحمل کنه یه کودک؟ یعنی من واقعا قلبم درد گرفت اون زمانی که خودت واقعا نمیدونم چه لفظی بگم، خود جمهوری اسلامی توی اخبار نشون میده که یک دختر بچه مثلا دستشو گاندو خورده. واقعا چقدر شما میتونین عجیب غریب باشین که اصلا اینو میان نشون میدین؟ شما اصلا باید بمیرین، شما اصلا باید نیست و نابود بشین. یعنی اون مسئولی که اونجا نشسته چجوری، من توی کشور غریب بودم واقعا اون شب اینقدر من اذیت شدم، اینقدر من اعصابم خورد شد. بعد خیلی جالبه میان مستند درست میکنن گاندو دست دختر خورده. خب بابا اصلا چی به شما بگن؟ یا مثلا بازم من دیدم یه مستندی توی اینستاگرام دیدم، یه دونه از این فرمانده‌های سپاه رفته بود، بعد با خیلی جالب بود میگه این خانواده نه که اینو شناسنامه ندارن. خب ما هم میدونیم ندارن، یعنی چی تو رفتی الان فیلم میگی؟ یعنی الان مثلا مردم مقصرن؟ خب تو سردار سپاه اومدی فیلم گرفتی از این بنده خدا، تصویر این بچه‌ها رو نشون میدی، بعد مثلا بچه‌ای به بچه‌ای میگه تو اسباب بازی دوست داری، مثلا بچه‌ای میگه من اسباب بازی نمیدونم چی. خب چی به شما بگن؟ یعنی اصلا هیچ چی رو نمیشه به شما مثال زد، هر چی مثال بزنیم توهین به اون چیز. بعد جالب مستند درست میکنن که مثلا مردم دلشون بسوزه. خب مردم باید دلشون بسوزه. خب مردم واقعا چیکار کنن؟ شما هر چی کمک هم بود تو این سیل و اینا خودتون دیدین، حتی علی دایی دیگه به صدا در اومد که بابا ما هر چی پول میریزیم به این حسابای هلال احمر سر از خانواده در میاره، که گرفتن رئیس هلال احمر رو به جرم اختلاس خودشون گرفتنش. یعنی مردم حتی نمیدونن به کی کمک کنن، به کجا کمک کنن. شما پولی هم که مردم برن کمک بکنن به این بنده خدا تو سیستم بلوچستان مدرسه برن بسازن، مدرسه آب نداره، برق نداره، معلم نداره. حالا ما برم اونجا مدرسه هم بسازم، برم بیمارستان هم بسازم، وقتی پرستار نیست اونجا، وقتی دکتر نی، وقتی اصلا برق نیست اونجا، خب چه فایده‌ای داره واقعا؟ بفرمایید جناب طارق. بفرمایید. ممنون. خارج از بس گفتیم که اینا
بحث اسلام نیست، ولی واقعا به نظر من حرفای شما رو نقض میکنم و دقیقا خود اسلام رو دارن اجرا میکنن، چون اسلام همونجوری که گفته همسایت گرسنه باشه خودت سیر سر رو بالش بذاری این حرام و فلان، خب یه جایی گفته که لا اکراه فی دین، یعنی در دین هیچ اجباری نیست، یه جایی گفته گردن کافران را بزنید. این تناقض در اسلام که باعث رشد گروهکایی مثل داعش و طالبان و جمهوری اسلامی میشه و به نظر من دقیقا دارن خود اسلام اجرا میکنن. یعنی اگر مشکل از اینا است، خب از اول تاریخ اسلام زمانی که میخونی کل اسلام بر پایه جنگه، بر پایه خونریزیه، خودشون رو میزدن، این امام اون امامو میزد، این قوم این چی میگن مذهب اون یکی رو میزد و دقیقا جمهوری اسلامی هم همین کارو میکنه. به نظر من اگر این حرفو نزنم تو این لایو، یعنی به مردم خیانت کردم و باید ما بشناسیم، باید ما ریشه رو بشناسیم، نه اینکه سطحی نگاه کنیم. مرسی. ممنون از همه دوستان عزیز. دوستان نمیخواد جلسه هم طولانی شد، همکاران عزیز برای جلسات بعدی هم میخوان برنامه ریزی بکنن. من قبل از پایان جلسه دوستان و همکارانی که تو این جلسه ما رو همراهی کردن، مسئول جلسه امین بلوردی به من، منشی جلسه جناب آقای کریم ناصری، ضبط صدا و تدوین به عهده جناب محمد رسول پورتندرست و آقای اسفندیار سنگری، ادمین هام که سرکار خانم لیلا ابوطالبی و جناب نریمان حسین نژاد بودن. و در اینجا من پایان جلسه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ 13 آگوست 2022 در ساعت 17:11 به وقت اروپای مرکزی رو اعلام میکنم. اتاق در اختیارتون هست.